به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در این کلاس حضور پیدا کردند. افتخار این رو داریم که در خدمت جناب آقای دکتر استاد علی حبیب نیا باشیم با دوره معاملات الگوریتمی. من در یک چتی قبل از اینکه این کلاس آغاز بشه خدمت آقای دکتر حضور پیدا کردم به صورت لایو اینستاگرامی و توضیح دادم که افتخار اینو داشتم که وقتی از امریکا برگشتم به ایران، اولین دوره‌ای که در دانشگاه تهران داشتم، آقای دکتر حبیبی اون زمان شاگرد برتر و در واقع جزء نوابغ بودن در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، و از اون زمان خدا را شکر رابطه ما پابرجا بوده. ایشون من سالهای سال دیدم که مدارج علمی رو چگونه با موفقیت پشت سر گذاشتند، لیسانس و فوق لیسانس رو در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کاملا موفق به اتمام رسوندند، بعد به لندن رفتن در کس بزنس اسکول که الان اسمش تغییر کرده، خدای دکتر انشالله اعلام کنن، ممنون میشم که بسیار دوره بسیار خوبی هست. ما واقعیت رو به شما بگم دوستان عزیز، ما در کلینیک اقتصاد بنا داریم به نحوی کسب بزنس اسکول رو شبیه سازی کنیم. حالا چرا؟ برای اینکه کسب بزنس اسکول از اساتیدی دعوت میکنه که در اینداستری به خصوص در دنیای بانکی، دنیای مالی و هج فاند ها حضور دارن. البته آقای دکتر تصحیح کنند اگر چنین نیست، ولی تا اونجایی که بنده میدونم بسیار خوشنام کسب بزنس اسکول. آقای دکتر اونجا وقتی که کارشناسی ارشد خودشون رو به اتمام رسوندن، بعد در LSE وارد شدن، دانشگاه LSE وارد شدن و در دانشگاه LSE یا London School of Economics که یکی از خوشنامترین دانشگاه های جهان هست در رشته statistics یا آمار و همچی به طور موازی در ارتباط کامل با فایننس تحصیل خودشون رو ادامه دادن، دکترای خودشون رو دریافت کردند و به عنوان هیئت علمی جذب دانشگاه ویرجینیا تک شدن. من مطمئنم که اگر آقای دکتر میخواستن جذب اینداستری بشن، مثلا در هشفانت ها حضور پیدا کنن یا در بانک ها حضور پیدا کنن، مطمئنم که مدارج بسیار بالایی رو میتونستن کسب کنن در دنیای مالی هم. و خودم بودم، بالاخره در بانک ها میدونم که قدر آقای دکتر رو من خیلی میدونم و خیلی مقتنم میدونم حضور ایشون رو در کلینیک اقتصاد. شما دوستان عزیز مستحضر هستید که ما در کلینیک اقتصاد تا الان حدود 400 ساعت دوره برگزار کردیم در سطح اول دنیا. بسیاری از افراد خودشون علاقمند بودن که در کلینیک اقتصاد حضور پیدا کنند، منتها ما استانداردهای خاص خودمون رو داریم. ما یک نیچ مارکت داریم که به زبان فارسی در سطح اول دنیا سعی میکنیم دوره ها رو ارائه بدیم. بنابراین بجز خود بنده در کلینیک اقتصاد فقط آقای مهندس رضایی بودن که یک دوره 10 ساعته در زمینه بلاکچین داشتن و تا امروز ما از فرد دیگری دعوت نکردیم که حضور پیدا کنه. آقای دکتر حبیب نیا اولین فردی هستند که به طور مؤثر از ایرانیان خارج از کشور که لطف کردند، افتخار ماست که به ما اعتماد کردند و مجموعه ما رو برگزیدن. امیدوارم دوستان راضی باشند از زحمات آقای دکتر میکشند، از علم و تجربه که آقای دکتر دارن، چون آقای دکتر علاوه بر این که بیشتر در اکادمیا حضور داشتند ولی در اینداستری هم بودند، حتی ترید هم انجام میدادند. این فرق میکنه، فردی که آیا یک فردی فقط مثلا مکانیک داره درس میده یا فرد خودش موتور ماشین باز کرده. من شاید شما از من شنیده باشید میگم ببینید دستهای فرد گریسی هست یا نه، دستهای فرد روغن بهش خورده یا نخورده، یه فردی که ادعا میکنه مثلا موتور ماشین رو مثلا آشنا هست. من وقتی در بانک بودم، این نکته رو بگم و عرایزم رو خاتمه بدم، وقتی من در بانک بودم، وقتی میخواستم بررسی کنن که آیا یک فردی مناسب هست که ما مثلا بپذیریم در جمع خودمون در مثلا سیتی بانک، میگفتن که باید ببینید پیدگری فرد داره یا نداره. پیدگری یعنی اصالت، پیدگری یعنی اصل و نسب. اما منظور از اصل و نسب در دنیای مالی چیست؟ یعنی که ببینید تحصیلاتشو کجا گذرونده، ببینید سابقه کار کجا داره. دقت میفرمایید، چرا در دنیای مالی همه ادعا دارند ولی تعداد افرادی که یک ترک رکورد موفق به مدت مثلا 20 سال دارند، این تعداد این افراد بسیار محدود هست. قدر این دوره رو بدونید، ما قدردان آقای دکتر حبیب نیا هستیم و من بیشتر از این اطاله کلام نمیدهم. آقای دکتر اگر صلاح میدونید که خیر مقدم و عرض سلامی داشته باشید، من از خدمتتون مرخص بشم.
من مجدد سلام میکنم خدمت همه دوستانی که در این جلسه شرکت دارن. این جلسه در اصل جلسه اول از دوره معاملات الگوریتمی در محیط برنامه نویسی پایتون هست. برای من به شخصه باعث افتخار هستش که این فرصت رو دارم که در کنار استاد عزیزم میتونم این دوره رو برای شما دوستان برگزار بکنم. آقای دکتر سروندی به من خیلی لطف دارن و منو شرمنده کردن با تعریفایی که کردن. امیدوارم که با کیفیت این دوره بتونیم هم زحماتی که ایشون کشیدن برای برگزاری دوره، هم شما دوستانی که اعتماد کردین رو بتونیم جلب بکنیم. من حالا مشخصا در طی دوره اونجاهایی که لازم هست رو میدونم خیلی از دوستان ممکن هستش که در بازارهای مختلف فعال باشن، هدفشون از سرمایه گذاری متفاوت باشه، بکگراند تحصیلی و کاریشون متفاوت باشه. به فراخور موضوع سوالاتی که مطرح میشه یا مباحثی که مطرح میکنیم، سعی میکنم که از تجربیاتی که تو بازارهای مالی مختلف داشتم اشاره بکنم، بعضی از حالا اون تریک هایی که به قول آقای دکتر در عمل ما باهاش برخورد میکنیم و چالش ها و اون راهکارهایی که در دنیای واقعی باهاش برخورد میکنیم رو سعی میکنم اشاره بکنم. برای جلسه اول خیلی وارد حالا اون بحث معرفی یا این سوابق کاری و تحصیلی خودم نمیشم، ولی اگر سوالی بود یا نکته بود که دوستان علاقمند بودن بدونن، حالا یا در بریکی که در بین وسط کلاس میدیم یا ممکنه بعضی اوقات در انتهای کلاس فرصتی باشه و با هم صحبت بکنیم. در اصل من برای دوستانی که به ما ملحق شدن و برای این دوره ثبت نام کردن و در کانال تلگرامی این دوره هم عضو شدن، من یک کلیات اولیه‌ای رو مطرح کردم. یک ویدیو معرفی دوره هم بودش که خدمت آقای دکتر سروندی به مجموعه کلینیک اقتصاد فرستادم که تقریبا سعی کردم که اون رودمپ یا مسیر راهی که قرار هست در تعداد جلساتی که در خدمتون هستیم رو اونجا تا حدی توضیح دادم. فعلا ما در نظر گرفتیم که دوره 8 جلسه 2 ساعت و نیمه باشه، ولی احیانا اگر احساس کردم که نیاز به زمان بیشتری داریم، شاید در حد 1 یا 2 جلسه در انتها اضافه بکنیم یا از طریق منابعی که در اختیارتون میذارم سعی میکنم که مطمئن بشم دوستانی که تو بعضی از موضوعات ممکن هستش که آشنایی کمتری داشته باشن، مباحث رو بتونن پیگیری بکنن و یاد بگیرن. همونطوری که آقای دکتر فرمودن، با توجه به اینکه خب دوستان با بک‌گراند های تحصیلی و سابقه های کاری مختلف در این دوره شرکت کردن و کلن ماهیت دوره معاملات الگوریتمی یک دوره بین رشته‌ای هستش، ما موضوعات خیلی متنوعی رو صحبت میکنیم، بعضی هاش مستقیما به اقتصاد و فایننس مرتبطه، بعضی هاش به مدل سازی های آماری و مدل سازی های فیزیک یا کامپیوتر مرتبط هست. به خاطر همین در کل نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه بک‌گراند رو، چه برنامه نویسی چه موضوعات تئوری رو، شرکت کننده ها داشته باشن. به خاطر همین موضوع من تصمیم گرفتم شبیه کاری که برای کلاس های خودم در دانشگاه ویرجینیا تک و خارج از دانشگاه ویرجینیا تک انجام میدم، یک منابعی رو که در قالب یک پلتفرمی به اسم دیتا کمپ هستش با دوستان به اشتراک بگذارم. سایت دیتا کمپ یک پلتفرمی هستش که حاوی دوره های خیلی کاربردی مرتبط با علوم داده و علوم کامپیوتر و یادگیری ماشینی و برنامه نویسی هست، که البته در این پلتفرم بعضی از دوره ها مستقیما به موضوعات مالی هم مرتبط میشه. من سعی کردم که این بستر رو برای دوستانی که شرکت کننده هستن فراهم بکنم که بتونن در حین دوره یا قبل از دوره و یا حتی بعد از اتمام دوره دسترسی داشته باشن به این منبع، برای اینی که بتونن اون مهارت‌هایی رو که شاید لازم هست بیشتر روش کار بکنن رو بتونن تقویت بکنن. البته این دسترسی به سایت دیتا کمپ یک منبع جانبی هست. مطالبی رو که ما در جلسات خودمون با هم بررسی می‌کنیم معمولا از دیتا کمپ نیست، معمولا کدها و مطالبی هستش که من در قالب نوتبوک های پایتون با شما به اشتراک میگذارم و ما روی اونها صحبت میکنیم.
خدمتتون عرض کردم برای دوستانی که در دوره ثبت نام کرده بودن و در گروه تلگرام عضو شده بودن، من یک پرسشنامه رو فرستادم که بتونم یک ذهنیت بهتری داشته باشم از اون بک‌گراند تحصیلی، کاری، آشنایی با موضوعات مختلف و اینکه انتظارات شرکت کننده ها از دوره چی هستش رو بتونم در این پرسشنامه بگیرم و بر اساس اون سرعت و مطالب کلاس رو تنظیم بکنم. اینجا فقط به خاطر اینکه خودتون هم یک ذهنیتی داشته باشید، من یک خلاصه ای از این پرسشنامه رو نشون میدم. همونطور که عرض کردم، خود بحث معاملات الگوریتمی یک موضوع بین رشته‌ای هست. یعنی ما ممکنه صحبت بکنیم از موضوعاتی که خیلی مرتبط با اقتصاد و فایننس هست، در این حال ممکنه از یک سری روش‌های آماری، روش‌های یادگیری ماشینی و موضوعاتی که حتی مرتبط با فیزیک و ریاضی هستش صحبت بکنیم. نگران نباشید اگر اینکه یک موضوعی برای شما جدید هست. فکر میکنم این دوره این فرصت رو ایجاد میکنه که حداقل ما یک اکسپوز بشیم یا ارتباط داشته باشیم با بعضی از موضوعات کاربردی. و من اشاره میکنم که حالا هر کدوم از این روش‌ها یا متدها کجاها بیشتر استفاده میشه، خودم به چه صورت استفاده کردم، و اگر شما هم تجربه استفاده از بعضی از این روش‌ها رو دارید، میتونید با کلاس به اشتراک بگذارید و رو بعضی از جوانبش با هم صحبت بکنیم. اتفاقا خوشحال هستم که بعضی از دوستان تجربه کاری خوبی دارن و شاید ما بتونیم یک بحث و گفتگوی رو هم حالا تا جایی که زمان اجازه بده در کلاس داشته باشیم و روی مباحث صحبت بکنیم. توی کلاس حالا میدونم که شرکت کننده ها بیشتر هستن، ولی بر اساس دوستانی که پرسشنامه رو پر کردن، ما از لحاظ رشته تحصیلی و میزان تحصیلات خیلی تنوع زیادی داریم. بعضی از دوستان از رشته‌های مهندسی میان، از رشته‌های ممکنه علوم پایه میان. شاید حالا به قول آقای دکتر، مثلا برای بعضی از این دوستان مثلا دانشگاه LSE خیلی اسم آشنایی نباشه، ولی خب دوستانی که در علوم اقتصادی یا علوم سیاسی هستن ممکنه که آشنایی بیشتری داشته باشن. و ما در این حال دوستانی رو داریم که از رشته‌های اقتصاد، حسابداری، بازرگانی و مالی هم شرکت کردن و فکر می‌کنم خود اون محیطی که در فضای تلگرام داریم هم یک فرصتی میشه که شاید دوستان بتونن با هم آشنا بشن و حتی شاید بتونن تیم‌های رو تشکیل بدن و بعداً به صورت جدی‌تر موضوع معاملات الگوریتمی رو با هم پیش ببرن. واقعیت این هستش که خب پس معاملات الگوریتمی یا شما باید خیلی از مهارت‌ها رو به صورت فردی کسب بکنید یا اینکه بتونید به صورت تیمی کار بکنید و این حلقه‌های زنجیر رو تکمیل بکنید و پیاده‌سازی بکنید. در کلاس خوشبختانه از رشته‌های مختلف سطح تحصیلات مختلف داریم. امیدوار هستم که هر کدوم از دوستان حالا به فراخور زمانی که خودشون میذارن و بحثایی که در کلاس شکل میگیره بتونن از موضوعات این کلاس بهره‌مند بشن. از لحاظ تجربه برنامه‌نویسی با پایتون، خب اکثر دوستان اشاره کردن که آشنایی زیادی با برنامه‌نویسی با پایتون ندارن یا حتی ممکنه که اولین بار باشه که بخوان این زبان برنامه‌نویسی رو امتحان بکنن. به نظرم این یکی از نکات خیلی مثبت هست که به بهانه این کلاس معاملات الگوریتمی شما در اصل با این زبان برنامه‌نویسی هم آشنا بشید. زبان برنامه‌نویسی پایتون یک زبان در اصل چند منظوره هستش، میتونه برای کارهای مختلفی استفاده بشه، از طراحی نرم افزار، طراحی سایت، طراحی به اصطلاح همین موضوعات مرتبط با ماشین لرنینگ و علوم داده و در عین حال موضوعات مالی. من حالا جلوتر اشاره میکنم که چرا زبان برنامه‌نویسی پایتون رو برای این دوره در نظر گرفتیم و چرا خوب هستش که شما یکم به خودتون شاید اینجا یکم سختی بدید و سعی بکنید که این زبان برنامه‌نویسی رو یاد بگیرید. بعضی از دوستان هم خوب اشاره کردن که تسلط دارن، ممکنه در لول پیشرفته باشن یا در لول متوسط باشن، که خب باز برای اون دوستان هم فکر میکنم موضوعاتی که مطرح میکنیم جالب باشه و بتونن حالا با توجه به تجربه بیشتری که دارن شاید بعضی از موضوعات رو سریعتر یا بهتر پیگیری بکنن. من در محیط دیتا کمپ فعلا تا این جلسه 4 دوره رو اساین کرده بودم به اون اکانتی که دوستان داشتن. یکی دوره مقدماتی پایتون بود، یکی دوره
اینترمدیت بود و دو تا دوره مرتبط با مالی بود، یعنی پایتون برای فایننس بود، که البته اونها هنوزم اگر عضو بشید یا ایمیلتون رو اکتیویت بکنید میتونید دسترسی داشته باشید. برای این جلسه به بعد هم سه تا دوره دیگه ای که بیشتر مرتبط با بحث سریای زمانی هست و با بحث حالا یکی از کتابخونه ها یا پکیج های پایتون به اسم پانداز هستش رو اضافه کردم که حالا راجع به اون هم جلوتر خدمتون توضیح میدم. در مجموع فکر میکنم یکی از منابع ارزنده هستش که خب ما در امریکا هم خیلی استفاده میکنیم و دانشجوهامون رو تشویق میکنیم که تا جایی که میتونن ازش استفاده بکنن و خودشون رو آماده بکنن برای اینکه بتونن در مصاحبه های کاری چه در حوزه بانکینگ، فایننس و حوزه های علوم داده آماده بشن. و حالا همچنین که قبلا هم گفتیم تا 6 ماه شما دسترسی به کل مطالب این سایت رو خواهید داشت. به نظرم پس فرصت خیلی خوبیه، خوشحالم که مثلا این دوره باعث میشه که بعضی از دوستانی که شاید زبان برنامه‌نویسی رو کار نکرده باشن یا مشخصا پایتون رو کار نکرده باشن انگیزه میشه که بتونن این رو تجربه بکنن. بعضی از دوستان خب اشاره کردن که به زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه ای آشنایی دارن، ممکنه آر باشه، متلب باشه، استیتا باشه، C++، ویژوال بیسیک، جاوا یا زبان‌های دیگه باشه. اگر خب تجربه برنامه نویسی در زبانهای دیگر رو داشته باشید، سویچ کردن به پایتون میبینید که خیلی راحت هستش. حالا در گروه تلگرام هم بعض از دوستان هم خود من یک سری چیت شیت رو به اشتراک گذاشتیم. چیت شیت ها در اصل حالا به اصطلاح برگه های تقلب هست که بعضی از دستورات و این سینتکس ها و کامنت هایی که در زبان برنامه نویسی پایتون هستش رو برای شما خلاصه میکنه و در ابتدای یادگیری یک زبان جدید یا یک موضوع جدید خیلی میتونه مفید باشه. و حتی چیت‌هایی رو داریم که مثلا یا ویدیوهایی هست که میگه که اگر متلب کار کردید حالا چجوری سویچ بکنید روی پایتون، یا اگر آر کار کردید چجوری سویچ بکنید روی پایتون. و خب بعضی از ادیتورهایی که ما برای برنامه نویسی پایتون داریم حتی میتونن این فضا رو ایجاد بکنن که شما در محیطی شبیه به مثلا آر استودیو یا متلب یا حالا زبان‌های دیگه بتونید کدهای خودتون رو دیولپ بکنید. اگر بخوایم به صورت حرفه‌ای ما معاملات الگوریتمی رو انجام بدیم، لازم هستش که حتما بتونیم که از یک زبان برنامه‌نویسی مثل پایتون استفاده بکنیم، چون موضوعاتی مثل اپتیمایزیشن هایی که حالا حتی در بحث تحلیل تکنیکال هست، در بک تستینگ هست، در اینکه ما بتونیم حالا یک سری روش های آماری یا ماشین لرنینگ رو استفاده بکنیم، خب در پایتون پکیج های خیلی خوبی دیولپ شده و کار باهاشون خیلی راحت هستش. ما در اون حدی که لازم داریم از پایتون استفاده میکنیم، بعدن حالا خود شما میتونید بیشتر روش تمرکز بکنید. یه نکته جالبی که اینجا هست اینه که خب برای تحلیل تکنیکال میشه گفتش که مبتدی خیلی کم داشتیم، یعنی خیلی از دوستان اشاره کرده بودن که تا حد متوسط یا حتی پیشرفته‌ای با موضوعات تحلیل تکنیکال آشنایی دارن، که این نکته خیلی مثبتی هست. یادم من موقعی که تدریس تحلیل تکنیکال رو در ایران شروع کردم، یک مقاومتی نسبت بهش بود. سالای اگه اشتباه نکنم 84 85 که شروع کرده بودم، خب خیلی باور نداشتن دوستان که مثلا تحلیل تکنیکال میتونه به عنوان یکی از روش‌هایی که حداقل به ما یک ذهنیتی بده راجع به اتفاقات بازار استفاده بشه، ولی خب الان خیلی فراگیر شده و احتمالاً از بعضی از پلتفرمایی هم که حالا چه در بورس ایران طراحی شده که حالا بیشتر بیسشون ممکنه متا تریدر باشه یا آمی بروکر باشه یا متا استاک یا نرم افزاری به این صورت دارید استفاده میکنید، ولی حتی اگر بخواید تحلیل تکنیکال رو به صورت حرفه‌ای پیاده سازی بکنید، معمولاً در اون نرم افزارها و پلتفرم‌ها این اجازه رو به شما نمیده که بعضی از این محاسبات سنگین‌تر رو انجام بدید. البته نکته مثبتش این هستش که اگر مثلا شما با متا تریدر خیلی کار کردید، با زبان برنامه‌نویسی MQL آشنایی دارید و میتونید که مثلا بعضی از کارها رو در اون محیط هندل بکنید، زبان برنامه‌نویسی پایتون این امکان رو به شما میده که در اصل اون بخشی رو که خودتون تصمیم میگیرید
از متا تریدر یا حالا پلتفرمایی که معمولا اکسچنج ها یا بروکر های دیگه دارن خارج بکنید و اون بخش رو با پایتون انجام بدید و دوباره برگردید به محیط اون پلتفرمی که بر شما اصلی هست. ولی در این دوره حالا ما به این پلتفرم ها اشاره می کنیم و بیشتر سعیمون بر این هستش که A to Z یا کلیت کار رو در پایتون انجام بدیم و وابستگیمون به پلتفرم هایی که از بروکر ها می گیریم کمتر باشه، به خاطر اینکه در دنیای واقعی اگر بخوایم با سرعت تحلیل ها رو انجام بدیم، عکس العمل نشون بدیم نسبت به اتفاقات بازار و حالا در یک لولی اگر بخوایم مثلا بحث های فریکونسی تریدینگ رو انجام بدیم، لازم هستش که این کد ما در یک محیط به اصطلاح یک دستی پیاده سازی بشه که بتونه این امکان رو به ما بده که مراحل مختلفش رو کنترل بکنیم. این نکته خوبیه. من حالا با توجه به اینکه خیلی از دوستان گفتن که آشنایی دارن با تحلیل تکنیکال، شاید یه ذره وزن تحلیل تکنیکال رو بیشتر بکنم و حالا احتمالاً دوستان ارتباط بیشتری هم میتونن با اون بخش برقرار بکنن. آشنایی با تحلیل سری زمانی به نسبت کم بوده، احتمالاً اون دوستانی که حالا بک‌گراند‌های آمار، اقتصاد یا مالی داشتن اشاره کردن که یک آشنایی متوسط یا پیشرفته ای رو با تحلیل سری‌های زمانی دارن. خود تحلیل تکنیکال در اصل یک روش تحلیل سری زمانی هست، ولی خب به صورت خیلی ساده شده و با یک سری پیش‌فرض‌هایی. یعنی خود بحث تحلیل تکنیکال یه جورایی داره از داده‌های تاریخی و داده‌های هیستوریکال و سری زمانی استفاده می‌کنه با فرکانسی‌های مختلف، ولی خب داره سعی می‌کنه از یک سری مباحث آماری خیلی ساده و پایه شروع بکنه و یک سری ایندیکیتورها یا یک سری ابزارهایی رو بسازه و در اصل با استفاده از اون ابزارها یک پیشبینی رو نسبت به موومنت یا حرکت بازار در آینده داشته باشه. ولی من معمولاً حالا چه تحلیل تکنیکال رو موقعی که میخوام آموزش بدم اشاره میکنم که ربطش با تحلیل سری زمانی به چه صورت هستش و حتی به چه شکل میشه این دوتا رو با هم تکمیل کرد و بهبود انجام داد. میزان آشنایی با یادگیری ماشینی هم باز کم بوده به نسبت بعضی از دوستان که حالا از علوم کامپیوتر اومدن یا خودشون ممکنه که مطالعه کردن احتمالاً آشنایی داشته باشن با بعضی از موضوعات. دوستانی هم داشتیم که اشاره کردن که به صورت پیشرفته یادگیری ماشینی رو بلد هستن و خب باز به نظرم این فرصت به وجود میاد که دوستان اون تجربیات خودشون هم حالا تا جایی که زمان اجازه میده در همون محیط تلگرام یا در زمان کلاس بتونن به اشتراک بگذارن. سایت دیتا کم و حالا نوتبوک هایی که خودم طراحی کردم و خدمتتون میدم تا یه حدی شما رو آشنا میکنه با بحث یادگیری ماشینی و مثالهایی رو ازش میبینید، ولی خب هر کدوم از این موضوعات حتی خود تحلیل تکنیکال، تحلیل سری زمانی یا حالا اختصاص سنجی مالی و بحث یادگیری ماشینی موضوعات به نسبت جالب و پیشرفته‌ای هستن که شما میتونید باهاش آشنا بشید و باهاش کار بکنید. مثل تحلیل تکنیکال هست، تحلیل تکنیکال هم ابزارهای خیلی مختلفی داره. یکی ممکنه که با یک سری روش‌های باز ابتدایی تر در تحلیل تکنیکال شروع بکنه و حتی نتیجه بگیره اگر اونها رو به صورت اصولی پیاده سازی بکنه. تحلیل سری زمانی و یادگیری ماشینی هم به همین صورته، یعنی شما میتونید کم کم باهاش آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. البته خب ظرافت‌های خاص خودش رو هم داره و نمیشه کورکورانه استفاده کرد. حالا من باز موقعی که به اون مبحث میرسیم بیشتر توضیح میدم که برای من معمولا دو گروه میکنم افراد رو. گروهی که با بک‌گراند های مثلا کامپیوتر ساینس میان و میخوان وارد حوزه مالی بشن و اون گروهی که در حوزه مالی هستن و میخوان از روش های مثلا ماشین لرنینگ یا AI استفاده بکنن و یکم اینها رو بازتر میکنم و توضیح میدم. بعضی از دوستان اشاره کردن تجربه کار در بازارهای مالی رو دارن، حالا چه در بورس ایران، چه در کریپتو، چه در فارکس. بعضی گفتن نه خیلی مثلا ممکنه که آشنایی زیادی نداریم و این خیلی خللی ایجاد نمی‌کنه در حالا کار ما. باز به نظرم فرصت خوبی هستش که با یک سری از بازارها و حالا شباهت‌ها و تفاوتاتش آشنا بشیم
و حالا تا جایی که بالاخره این امکان برای ما در حال حاضر یا در آینده پیش میاد ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. من اولین باری که بحث معاملات الگوریتمی رو حالا به این اسم در ایران تدریس کردم سال 2016 و 17 بود و اون موقع باز خیلی از دوستان میگفتن که مثلا اون ترید انجین یا اون زیرساختای مثلا بورس ایران ممکن هستش که آماده نباشه برای این تیپ معاملات یا قوانین و مقرراتش ممکنه که فراهم نشده باشه، ولی خب میبینیم که قاعدتا اون افرادی که زودتر خودشون رو با این موضوعات آشنا کردن قاعدتا وقتی یک بازار جدیدی میاد یا یک امکان جدیدی ایجاد میشه خب آماده هستن که از اون فرصت استفاده بکنن. ما هم سعی میکنیم که تا جایی که میشه حالا هم بورس ایران رو روش کار بکنیم و هم داده هایی که مرتبط با مثلا کریپتو هستش یا حالا بازارهای دیگه هستش رو هم با هم ببینیم. من سعی کردم این بخشی که انتظارات شما از دوره هستش رو هم مطالعه بکنم. خب بعضا همین اشاره می شده که دوستان دوست دارن که با این موضوعاتی که یه ذره پیشرفته تر هست یا احساس می کنن فناوری های جدید هستش و می تونه در حوزه معاملات استفاده بشه آشنا بشن، که خب حالا تا جایی که امکانش باشه ما سعی می کنیم که این رو انجام بدیم. و حالا دوستانی که سوالات مشخص تری دارن یا مثلا ممکنه که تو بعض از مباحث قوی تر باشن تو بعض از مباحث ضعیف تر، سعی میکنیم در حاشیه کلاس اون نیازها رو هم تا جایی که فرصت اجازه میده برآورده بکنیم. این تقریبا یک خلاصه ای از وضعیت حالا شرکت کننده ها هست. ممکنه بعد از جلسه امروز و نهایی شدن لیست شرکت کننده ها باز این آمارها تغییر بکنه. باز توصیه میکنم اگر به کلاس اضافه شدید سعی بکنید که این فرم رو پر بکنید و این اطلاعات رو به من بدید. یه نکته که میخواستم بپرسم یادم رفت، حالا در اون پرسشنامه میزان آشنایی با زبان انگلیسی بود، چون خب مثلا همین سایت دیتا کمپ محتویاتش به زبان انگلیسی هستش، ولی خب اینا منابع جانبی هست و خب من میدونم که مثلا برای پایتون یا برای بعضی از این موضوعات آماری و یادگیری ماشینی خب مثلا ما میتونیم بعضی از منابع فارسی رو هم استفاده بکنیم، ولی ترجیح من همونطوری که دارم سعی میکنم شما رو یکم پوش بکنم و مجبور بکنم که از یک زبان برنامه‌نویسی جدید استفاده بکنید این هستش که تا جایی که براتون مقدوره از منابع انگلیسی استفاده بکنید، چون مثلا فرض بکنید همین امکانی که الان چت جی پی تی برای ما گذاشته یا بارد گذاشته یا کلن این پلتفرم‌های LLM برای ما گذاشتن که این امکان رو به ما میدن که باهاشون بتونیم برای دیولوب کردن کدهامون استفاده بکنیم. خب هر چقدر شما بتونید با اینها به صورت انگلیسی کامیونیکیت بکنید و صحبت بکنید خروجی های بهتری میگیرید و خب منابع خب شاید با کیفیت تری هم به زبان انگلیسی باشه. و میدونم که خب خیلی از دوستان حالا در کریپتو یا در FX مارکت مشغول هستن و خب اونجا دیگه یک بازار بین المللی هست، یا حتی در بورس ایران هم اگر شما واقعا بخواید اصولی کار بکنید خب نیاز دارید که مثلا تحلیلی داشته باشید روی قیمت جهانی فلزات مثل مس، مثل آلومینیوم یا بعضی از در اصل کامدیتی ها، بعضی از ایندکس ها. به خاطر همین در نهایت در بورس ایران هم اگر بخواید موفق تر باشید لازم هستش که بتونید این تحلیل ها روی به اصطلاح شاخص ها و ایندیکیتور های بین المللی رو داشته باشید. این محیط دیتا کمپ هست. ما یه گروهی داریم به اسم الگوریتمیک تریدینگ ویت پایتون. یه سری ممبر هستید که حالا من روش کلیک نمی کنم چون اسامی میاد. یه سری از دوستان هنوز اینویتیشنشون پندینگ هست، حالا نمیدونم شاید در کوشه اسپمشون رفته یا ممکنه که هنوز چک نکرده باشن یا اکتیویت نکرده باشن. من همچون که گفتم چند تا اسایمنت قبلتر گذاشته بودم قبل از این جلسه که باز شما میتونید برید و تکمیل بکنید: Introduction to Python, Introduction to Python for Finance و Intermediate. این دوتا هستش که اینا معمولا کورسه 3-4 ساعته هست، یک ویدیوهای کوتاهی پخش میشه، بعد از اون پخش ویدیو شما
مثلا بهتون یک محیط اینتراکتیوی میده که میتونید همون کدهای پایتون خودتون رو دیولوپ بکنید. یکیش رو به عنوان نمونه باز میکنم. قاعدتا شما باید یه همچین محیط رو ببینید. اگر اینترنتتون ضعیفه یا ممکنه فیلتر باشه، دیدم که یکی دوتا از دوستان خیلی لطف کردن، زحمت کشیدن، بعضی از منابع رو تونسته بودن دانلود بکنن و در گروه تلگرام به اشتراک بگذارن. اینجا شما مثلا موقعی که میبینید کورس مثلا 11 تا ویدیو کوچیک داره، 57 تا تمرین داره و معمولا اینجوریه که با یک ویدیوی شروع میشه. موقعی که ویدیو رو میبینید خیلی حالا ممکنه ویدیو طولانی نباشه، ولی خب مثلا به شما یک ذهنیت کلی رو میده و بعد وارد مرحله بعدیش که میشید میرید به سمت به اصطلاح یه همچین محیطی که حالا سمت راستش یک آی پایتون شل هست، یا یه محیطی که بتونید کد پایتون رو بدونید که رو کامپیوترتون نصب باشه پیاده سازی بکنید. در کنارش حتما دقت بکنید یک گزینه اسلایدز هستش که این اسلاید های مرتبط با اون رو اینجا گذاشته، که باز من به یکی از دوستان گفتم که اگه میتونن این فایل ها رو هم به صورت PDF با دوستان به اشتراک بگذارن. دیگه متناسب با اینکه رو چه موضوعاتی قوی تر هستید، ضعیف تر هستید، تا جایی که زمانتون اجازه میده از این وبسایت میتونید استفاده بکنید. من هم خودم براتون اون دوره هایی که فکر میکنم مرتبط تر هستش رو میذارم. مثلا امروز برای این هفته‌ای که توش هستیم اومدم مثلا بحث تایم سریز و بحث پانداز و اینا رو گذاشتم، چون میدونم خب ما عملا موقعی که داریم تو بورس دیتا میگیریم یا از اکسچنج های مختلف داده های سری زمانی هست، باید بتونیم اینا رو یکم آماده بکنیم، تمیز بکنیم، یکم حالا به اصطلاح اینا منیپولیت بکنیم یا روش یه تغییراتی بدیم که برای استراتژی هامون آماده باشه. کیفیت دیتا و کمیت دیتا خیلی مهمه در موفقیت معاملات الگوریتمی. این توضیح بود که تا اینجا میخواستم خدمتتون بگم. برای اینکه شما بتونید این نوتبوک هایی که بهتون میدم رو مطالعه بکنید، قاعدتا دو تا راه هست. یکی اینکه من نوتبوک ها رو باهاتون به اشتراک میگذارم و بعدا شما با یک ادیتوری که حالا خدمتون نشون میدم باز میکنید. یکی دیگه این هستش که من این نوتبوک ها رو توی سایت گیتاب به اصطلاح آپلود میکنم و شما میتونید اونجا ببینید، ولی خب موقعی که تو گیتاب میبینید نمیتونید تغییرات بدید و دوباره رانش بکنید و این حالا چیزی هست که بهتر باشه که شما در اصل بیاید و رو کامپیوتر خودتون پیاده سازی بکنید، یا در یک محیط دیگه که خدمتتون نشون میدم، محیط گوگل کولاب هست. شرکت گوگل اومده این امکان رو برای ما گذاشته که بتونیم به صورت آنلاین بدون اینکه پایتون رو روی کامپیوتر خودمون داشته باشیم کدهای پایتون رو پیاده سازی بکنیم و حتی رو خود سرورهای گوگل ران بکنیم، که البته حالا یه محدودیتایی داره ولی خب میتونه برای شروع خوب باشه. کجا هست؟ میشه در اصل این ریپوی جدیدی هستش که برای کلاس الگوریتمیک تریدینگ گذاشتم. اینجا ما مثلا فرض بکنید فعلا دو سه تا فایل رو گذاشتم که یکیش دوباره اینتروداکشن تو پایتونه. سعی کردم یک آموزش پایتون هم که خودم معمولا اینها رو توی کلاس میدادم قبل از این که از این دیتا کمپ زیاد استفاده بکنم، اون هم باتون به اشتراک گذاشتم که بتونید بهتر با پایتون آشنا بشین. یکی بحث مثلا دیتا هندلینگ هستش که حالا امروز با هم روش بررسی میکنیم و یکم باهاش به اصطلاح بازی میکنیم و سعی میکنیم ببینیم که به چه صورت هست. پس یکی اینه که این لینک رو با شما به اشتراک بگذارم. مثلا به عنوان مثال شما روی این کلیک بکنید، این فضایی هستش که به شما این امکان رو میده که اون مطالبی که من سر کلاس میگم، حالا اصطلاح اسلاید هست ولی خب ما معمولا میگیم مثلا نوتبوک پایتون، یه همچین محیطی رو شما میبینید. یه سری ممکنه که توش مطالب آموزشی باشه، بعد یه جاهایی میاد مثلا یه کدایی رو ما اینجا مثلا ران میکنیم. این کدا رو الان شما نمیتونید اینجا تغییر بدید و دوباره ران بکنید، ولی اگر دانلودش بکنید روی کامپیوترتون میتونید این کار رو انجام بدید.
اگر جایی احساس کردید که مثلا خیلی من از اصطلاحات انگلیسی به کار بردم که موضوع برای شما گنگ شد، میتونید به من بگید که من سعی بکنم که دوباره توضیحش بدم. و در اصل دوست دارم که شما احساس بکنید که مثلا در حین کلاس هم مطالب براتون جا افتاده و میتونید با سرعت کلاس پیش بیاد. من قبل از اینکه وارد حالا این نوتبوک ها بشم یه چک بکنم ببینم که سوالاتی ما داشتیم یا نه. بله، من گیتاب و لینکش رو در تلگرام باهاتون شیر میکنم. این گیتاب رو هی ممکنه که تغییرات بدم، یه ذره اصلاحش بکنم. شما ورژن های آخرش رو هر سری میتونید ببینید. پرسیدم مثلا کد نویسی رو تو چه محیطی انجام میدیم. من حالا اشاره میکنم خیلی فرقی نمیکنه. من چیزی که خودم حالا برای آموزش و کلاس داریم استفاده میکنیم همین محیط جوپیتر نوتبوک هست که شما میتونید استفاده بکنید، ولی مثلا اسپایدر گزینه خوبی هست اگر مخصوصا قبلا با مطلب یا آر استودیو کار کرده باشید، یا میتونه مثلا توی محیط های دیگه پای چارم مثلا ویم یا جاهای دیگه هم باشه. یکی از جاهایی هم که به نظرم خیلی پیشنهاد میکنم ازش استفاده بکنید پس هم گوگل کولاب هستش. راجع به دیتا هم با هم صحبت میکنیم امروز، یکم راجع به دیتا با هم صحبت میکنیم. استراتژیامون پارادایم های مختلف رو بررسی میکنیم. اگر شما اون ویدیویی که توصیه میکنم اگر ندیدید، اون ویدیویی که مرتبط با توضیح دوره بود رو نگاه بکنید، یک بحثی که مطرح شده بود بحث این بود که ما پارادایم های مختلف رو بتونیم تا جایی که میتونیم مرور بکنیم. یکی از این پارادایم ها مثلا برمیگرده به مثلا همین بحث های تحلیل تکنیکال و حالا بعضیش به مرتبط با ماشین لرنینگ و اینا هستش. وی اس کد هم میشه، اینا هر کدوم از ادیتورهایی که دارید اسم میبرید این قابلیت رو داره. من یه سیلابس تنتیتیوی رو هم در همون گیتاب گذاشتم. اگر نگاه بکنید یه بحث استراتژیز اند پارادایمز داره که حالا اومدم به یک سری از اون پارادایم هایی که مرسوم تر هستش اینجا اشاره کردم، ولی خب متناسب با هدف سرمایه گذاری، اینی که مثلا با چه فریکونسی هست و اون اینوستمنت گول اینا چیا هستش، اینا ممکنه تغییر بکنه هر کدومش. یکی از دوستان نوشته گوگل کولاب فیلتر هست. حالا اگر گوگل کولاب فیلتر باشه مثلا خب مجبوریم به صورت آفلاین تو کامپیوتر انجام بدیم یا یک چیز مشابهش رو پیدا بکنیم. پروژه نهایی موجود دارید که ران بشه و نتیجه؟ بله، ما برای در از این کلاسمون اکثر کدایی که داریم میذاریم و در نهایت اون مسیر رو که باید طی بشه از اینکه ما دیتا رو بگیریم، استراتژی رو دیولپ بکنیم، بک تست بکنیم، اوردر رو اکزیکیوت بکنیم رو در محیط پایتون میبینیم و حالا رو بعض از استراتژی ها تست میکنیم. من خودم شخصا نمیتونم استراتژی خاصی رو خیلی هایلایت بکنم یا بهتون بگم، ولی فرایندی که شما اون استراتژی بینه رو برای هر مارکتی و هر استی میتونید پیدا بکنید رو خدمتون آموزش میدم. چون اگر در اصل ما این مطالب رو بتونیم با هم یاد بگیریم، شما میبینید که اون فرایندی که باید طی بکنید برای اینی که برسید به یک استراتژی بینه رو یاد میگیرید. راجع به کلیت الگوریتمیک تریدینگ هم صحبت میکنم. احساس کردم چون بعضی از چیزها رو توی لایوی که با آقای دکتر سعدوندی داشتیم یا اون ویدیو اینتروی که توی سایت هست فرستادم، سعی کردم اونا رو اسکیپ بکنم که یکم زمان داشته باشیم، ولی در کل این هستش که در الگوریتمیک تریدینگ الان جلوتر خدمتتون اشاره میکنم، مثلا حتی دوستانی که تحلیل تکنیکال کار میکنن، شما معمولا با یه مارکتی سر کار دارید که تعداد زیادی درش دارایی یا asset وجود داره، یا حالا مثلا سهام، یا مثلا فرض بکنید یه پر هستش برای مثلا یک اکسچنجی، یا مثلا فرض بکنید یک کامودیتی هست، و اینی که شما بتونید ریل تایم و سریع این مارکت ها رو بررسی بکنید و نسبت به تغییرات عکس العمل نشون بدید، معمولا در توانایی یک تریدری که خودش داره مثلا از اون مانیتور چک میکنه نیست. و یکی از موضوعاتی که ما روش تمرکز میکنیم بس اسکرین کردن مارکت هست.
یعنی در خیلی از این مثلا استراتژی‌هایی که اینجا شما اسمش رو می‌بینید، مرحله اولش این هستش که شما بر اساس یک سری کرایتریاها یا فاکتورهایی میتونید تصمیم گیری بکنید که چجوری در یک مارکتی که مثلا درش چندین هزار asset هستش بتونید انتخاب بکنید و استراتژی خودتون رو روی اون asset هایی که از اون فیلتر گذشتن پیاده سازی بکنید. بله، این قاعدتا فرض این کلاس این هستش که حالا بتونین این استراتژی هایی که حالا اشاره میشه رو پیاده سازی بکنیم، بعد بتونین اگزیکیوت بکنین. دیتا ها سنگینیش برمیگرده به این که خب ما داریم از چه دیتایی استفاده میکنیم، فریکونسی دیتا، نوع دیتا میتونه خب روی این خیلی تاثیر بذاره. جوپیتر نوتبوک هم خوبه، همین محیطی که الان شما دارید در اصل میبینید اینجا جوپیتر نوتبوک هست که من برای تدریس خودم استفاده میکنم ازش. بله، حالا سوالات اکثر این هستش که بیشتر اینی که سوالات این هستش که خروجی دوره به چه صورت هست. من فکر میکنم اگر مطالب رو امروز شروع بکنم تا یه حدی به بعضی از این سوالات به اصطلاح پاسخ میدم. بحث آفلاین آنلاین بودن دیتا رو هم بررسی میکنیم. اگه اجازه بدید پس من یکم سوالات رو میبندم. بیشتر هدفم این هستش که امروز این دوتا نوتبوک رو بهتون معرفی بکنم و حداقل مطمئن بشم که شما این نوتبوک ها رو میتونید در کامپیوتر خودتون ران بکنید. بحث گوگل کلاب که خدمتون گفتم، این یک سرویسی هستش که همونطوری که اشاره کردم شرکت گوگل تحت وب یا آنلاین به ما میده. این شما اگر قبلا مثلا از سرویس های دیگه گوگل استفاده کرده باشید، مثلا گوگل داک یا همین فرمی که مثلا پرسشنامه که من براتون فرستادم در گروه، اینها از سرویس های آنلاین گوگل هستش. خود گوگل کلاب حتی مثلا یه سری چیزای آموزشی داره که میشه ازش استفاده کرد، ولی محیطی که به شما میده، شما میتونید بیاید در این وبسایت یه نوتبوک جدید ایجاد بکنید. این نوتبوک جدید ما رو میذارم لود بشه چون فکر میکنم شاید رو صدا تاثیر بذاره. ببینید این مثلا یه محیط خیلی ابتدایی و خالی هستش که ما در گوگل کلاب داریم. به ما اجازه میده که هم کد رو اینجا پیاده سازی بکنیم هم متن رو. مثلا من میتونم اینجا مثلا بگم که من الان میخوام بر فرض مثال اینجا مثلا یه حالا لینک نمیخواستم، مثلا میخواییم که بذاریم یک توی اگزمپل. مثلا اینجا میتونیم بگیم که خب این بر فرض مثال یه متنی هستش، بعد اینجا مثلا میتونیم بیایم مثلا کارهایی که مرتبط با پایتون کدایی که داریم رو اینجا پیاده سازی بکنیم. یه سری قلقهای خودش رو داره، مخصوصا موقعی که میخواییم با دیتایی کار بکنیم که میخواییم از کامپیوترمون بهش وارد بکنیم، یا مثلا ممکنه بعضی از اینهایی که حالت ایمیج هستش، اون قلقها رو هم حالا نسبت بهش صحبت میکنیم. دو تا ورژن داره، ورژن رایگان داره و پریمیوم داره، که در ورژن پریمیوم شما میتونید از اون جی پی یو و بحثای مثلا های پرفورمنس کامپیوتینگ بهتری استفاده بکنید و محدودیت زمانی کمتری روی کد هاتون داره. ولی خب این محیط رو به شما میده که فایلاتون رو اینجا آپلود بکنید یا از گوگل درایوتون بیارید و یک به اصطلاح فضایی رو به شما میده که میتونید بعداً حتی این کد رو میتونید با من یا افراد دیگه به اشتراک بگذارید. مثلا اگه دو نفر دارید روی یک کدی کار میکنید، این یکی از مزیت‌هاش همین هست. مثلا شما این کد رو میتونید با یک کسی به اشتراک بگذارید، دو سه نفری مثلا روی یک کد کار بکنید و کد رو تکمیل بکنید. ولی بیسش در اصل همون آی پایتون نوتبوک یا جوپیتر نوتبوک هست. بعدا میتونید این رو به اصطلاح حالا سیوش بکنید، دانلودش بکنید، با ورژن های مختلف اکسپورتش بکنید. پس این محیط گوگل کلاب میتونه حتی مثلا فرض بکنید فایل هایی رو که من به شما میدم میتونید بیاید و اونجا در اصل از کامپیوتر خودتون در اینجا باز بکنید و روی گوگل کلاب ادیت بکنید. اینم
حالا یک امکانی هستش که مثلا برای کسایی که کامپیوترهاشون یه ذره ضعیف‌تره یا مثلا میخوان کارهای اشتراکی انجام بدن یا دسترسی داشته باشن به کدهاشون میتونه خوب باشه، یا اینکه اگه بخواید مثلا از اون امکان رم و جی پی یو خود گوگل استفاده بکنید خب این میتونه خوب باشه. ببینید این نوتبوک داره سعی میکنه که یکم راجع به پایتون صحبت بکنه، نوعی که شما مثلا میتونید پایتون رو رو کامپیوترتون نصب بکنید و باز بکنید صحبت بکنه و یک سری از لایبرری هایی مثل نامپای، پانداز، متپلاتلیب که خیلی مرسوم هستن برای کارهای اولیه در اینجا یک توضیح مختصری من راجبش دادم. دلیلی که پایتون رو انتخاب کردیم این هستش که این اولا خب مجانی هست، اوپن سورس، در اصل مالتی پرپس هست، برای کارهای مختلف میشه استفاده کرد و یه های لیول پروگرامینگ لنگویج هستش یا یک زبان برنامه نویسی های لیول هست که منظور این هستش که شما اون سینتکس ها یا دستوراتی که توش می نویسید به زبان انسان نزدیکتر هستش. حالا در مقابلش مثلا زبانهایی مثل سی یا جاوا قرار میگیره که اونها در اصل یا حالا زبانهایی که مثلا به زبانهای کامپیوتر یا اسمبلی نزدیکتر هستن. نسبت به زبانهای دیگه خب خیلی سریعتر ما میتونیم کد رو دیولوپ بکنیم، ولی یک در بحث اگزیکیوشن چون نوع زبان برنامه نویسی هستش که اینترپرت میشه و کامپایل نمیشه یا به اصطلاح خط به خط کد خونده میشه و اجرا میشه، ممکنه که یه ذره سرعتش نسبت به زبانهایی مثل جاوا یا سی پایین تر باشه. یه قلق هایی داره که ما بتونیم پایتون رو به اون زبانها نزدیک تر بکنیم اگر بخوایم یک کاری رو انجام بدیم که خیلی بحث افیشنسی یا سرعت توش مطرح باشه. توی هج فاند ها و شرکت های مالی مختلف به فراخور اون تسکی که دارن ممکنه که از زبان های مختلفی استفاده بکنن و معمولا حالا اگر یک تسک بکتستینگ خیلی سنگینی باشه که نیاز باشه که مثلا هم محاسبات سنگین باشه هم بتونه سریعتر در اسران بشه به صورت آنلاین، خب ممکنه برم بیشتر به سمت زبان های مثلا سی و جاوا. ولی خود زبان پایتون هم شما میتونید چون بیسش زبان سی هست میتونید با یک سری قلقهایی سرعتش رو افزایش بدید که حالا بعضی از این قلقها توسط خود کتابخونه های یا پکیج ها یا ماژول های پایتون هست، بعضی از اینها مثلا یه ذره متفاوت هست. مثلا یک کتابخونه در پایتون وجود داره به اسم Py2Exe که کاری که میکنه این هستش که میاد اون کد پایتون شما رو کامپایل میکنه و ازش یه فایل اگزه ایجاد میکنه. یا مثلا زبان سایتون رو داریم که ورژن سی زبان پایتون هستش. یا بعضا الان کمپانی های مختلف دارن سعی میکنن که کتابخونه های پایتون رو در داخل خودش طوری برنامه نویسی بکنن که افیشنت تر اجرا بشه. مثلا خود شرکت انویدیا که ممکن اسمش رو شنیده باشید کارت‌های گرافیکی تولید میکنه و حالا بیشتر به اون معروف هست و خب کارت‌های گرافیکی برای همین جی پی یو کامپیوتینگ و های پرفورمنس کامپیوتینگ استفاده میشه. مثلا خود شرکت انویدیا اومده بر اساس پایتون یه سری کتابخونه ایجاد کرده به اسم رپیدز که این مثلا ادعاشون این هستش که مثلا با کارت گرافیکی های خودشون یا به صورت کلی سریع‌تر عمل میکنه. چون اوپن سورس هست خیلی از کمپانی های بزرگ هم پکیج های خودشون رو بر اساس پایتون دیولوب کردن. مثلا در حوزه یادگیری ماشینی ما میبینیم فیسبوک، گوگل، آمازون، آی بی ام، خیلی از شرکت بزرگی که مثلا در امریکا هستن و در این حوزه تک کمپانی ها در اصل پکیج های خودشون رو بیشتر روی پایتون دارن دیولوب میکنن. در دنیای مالی هم ما میبینیم که الان خیلی از کمپانی ها یا اکسچنج ها یا بروکر ها دارن سعی میکنن که حالا به اسم API که یک اینترفیسی هستش که به شما امکان رو میده که به یک سافتوری وصل بشید، دارن سعی میکنن که این API پایتون رو هم ایجاد بکنن و شما خیلی راحت میتونید از این پکیج هایی که آماده هستش استفاده بکنید. پس مهم اینه که ما اون چیزهای پایه یا بیسیک پایتون رو یاد بگیریم، بعد دیگه نیاز نیست به قول معروف چرخ رو از ابتدا اختراع بکنیم. ما از خیلی از این پکیج هایی که حالا
قابل اعتماد هست و حالا به نوعی میشه گفت authorized شده یا تایید شده رو استفاده میکنیم برای کارهایی که داریم. در این حال خیلی از دیتا ساینتیست ها در همین محیط گیتاب یا در محیط های دیگه پکیج ها و کد های خیلی زیادی رو در خصوص پایتون دیولپ کردن. خیلی من وارد این جزئیات نمیشم، فرضاً برای اینکه حالا یا از گیتاب یا به صورت آفلاین این فایل رو بعداً شما مطالعه میکنید. برای دوستانی که میخوان این محیط رو ایجاد بکنن، بهترین حالت این هستش که شما یک ادیتور داشته باشید. حالا یا این ادیتور یا به اصطلاح IDLE یا IDE رو ما میتونیم جداگانه دانلود بکنیم و استفاده بکنیم، یا اینکه میتونیم یک پکیجی رو که جلوتر خدمتون اشاره میکنم دانلود بکنیم که اون پکیج با خودش بعضی از این ادیتورها و ابزارها رو به صورت کامل میاره. اینجا توی این لینک شما اسامی ممکنه آشنا یا ناآشنایی رو ببینید که همشون ادیتورهای زبان برنامه نویسی پایتون هستن. اینها رو با هم مقایسه کرده، توضیح داده که حالا مثلا کدوم رایگانه، کدوم رایگان نیست، به چه صورت مثلا آیا پایتون 3 رو ساپورت میکنه یا نه، اگه بخواید مثلا یک اینترفیس گرافیکی ایجاد بکنید آیا میتونید یا نه، اینا رو توضیح داده. پایتون هم حالا به صورت ترادیشنالی یا به صورت تاریخی ورژن 2 اول اومد و بعد به تکمیل شد و ورژن 3 اومد که الان تقریبا حالا اکثر افرادی که دیتا ساینتیست هستن یا تازه کار رو با پایتون شروع کردن از پایتون 3 استفاده میکنن و وارد خود سایت پایتون هم که بشید معمولا پایتون 3 رو پیشنهاد میکنه که شما نصب بکنید. این ادیتورها سلیقه‌ای هست تا حدی. من چیزی رو که پیشنهاد میکنم این هستش که یکی از اون پکیج هایی که حالا به اسم آناکوندا هستش رو نصب بکنید و با اون آناکوندا هم این جوپیتر نوتبوک میاد و هم ادیتورهای دیگه مثلا وی اس کود یا اسپایدر میاد. رو بعضی از کامپیوترها مثلا مک یا لینوکس ممکنه که پایتون از اول نصب باشه، میتونید حالا ورژنش رو چک بکنید یا آپدیت بکنید. روی ویندوز هم میتونید نصب بکنید. ما نمیخوایم پایتون رو بریم و مستقیم از خود در از سایتش دانلود بکنیم، چون که میخوایم که مثلا به صورت حالا ادیتورها و یک سری لایبرری هایی هم که باش هستش رو همزمان داشته باشیم. ولی اگر بخواید که نسخه مستقیمش رو از خود سایت python.org دانلود بکنید، الان آخرین ورژنی که داره برای ویندوز میده 3.11 هستش، مثلا 3.11 هستش که این حالا ممکنه مثلا بعض اوقات بد نیست که آپدیت بکنید و حالا چه پکیج ها چه ورژن کلی پایتون رو. ولی ما از این روش استفاده نمی کنیم و روشی که پیشنهاد می کنم این هستش که ما بیایم و از به اصطلاح آناکوندا استفاده بکنیم. اینجا شما مثلا دارید اسپایدر رو می بینید. اسپایدر خودش یک ادیتوری هستش که شبیه مطلب و آر استودیو هست اگه قبلا کار کرده باشید. کدش هفته روی گیتاب دیگه، مثلا سایتش رو روی اون بردن. خیلی از کتابخونه‌های پایتون هم شما میبینید که بعضا روی گیتاب هستش و این هم یکی از ادیتورهایی هستش که شما میتونید کدتون رو اینجا دیولوب بکنید، نتایج رو ببینید، بعضی از متغیرها رو ببینید و میتونید حتی لیاوتش رو تغییر بدید که شبیه مطلب بشه یا شبیه آر استودیو بشه. من رو کامپیوتر، این کامپیوتری که الان هستش، این رو نصب ندارم و یک ورژن خیلی سبکتری رو نصب کردم به اسم مینی کوندا. به شما پیشنهاد میکنم که برای نصب پایتون اگر اولین بار هستش که روی کامپیوترتون میخواید نصب بکنید، از آناکوندا استفاده بکنید. وارد سایت آناکوندا میشید، متناسب با اون در از او اس کامپیوترتون یا اپریشنال سیستم کامپیوترتون بهتون میگه که مثلا بیاید این رو دانلود بکنید. شبیه خیلی از نرم افزارهای دیگه موقعی که دانلودش میکنید فایلش رو نصب میکنید. موقعی که نصب میکنید این به شما یک محیط رو میده و در اون محیط شما میتونید در اصل این ادیتورهایی که میخواید رو درش باز بکنید.
حتی ایمیج رو بزنم ممکنه که مار بیاره. حالا اینا معمولا اسمای اینجوری هستش. ببینید یه همچین محیطی رو برای شما باز میکنه که این محیط به اصطلاح محیطی هستش که شما بعد از نصب نرم افزار میبینید. در این محیط یک سری سافت‌ویر اینجا هستش آماده استفاده. اگر شما روی جوپیتر نوتبوک کلیک بکنید و اون رو لانچ بکنید، فضایی که به شما میده یک همچین فضایی هستش. میاره وارد دایرکتوری کامپیوترتون میشه. من حالا به جای آناکوندا مینیکوندا رو نصب کردم، چون خیلی اون ابزارهایی که داشته برای من زیاد نیاز نداشتم که ازش استفاده بکنم. بیشتر واقعیتش اینه که من خودم با لینوکس کار میکنم، ولی برای کلاس از لپتاپی استفاده میکنم که ویندوز هستش. به خاطر همین من معمولا اون پکیجایی که میدونم مد نظرم هستش رو نصب میکنم، ولی برای دوستانی که میخوان در ابتدا این کار رو بکنن، وقتی شما آناکوندا رو نصب میکنید و آناکوندا نویگیتور رو سرچ میکنید، به شما هم به اصطلاح جوپیتر نوتبوک رو میده، پای چارم رو میده، اسپایدر رو میده و این حالت هست. زمانی که شما روی جوپیتر نوتبوک کلیک میکنید و اون رو لانچ میکنید، یه همچین محیطی رو برای شما باز میکنه. حالا یا شما فایلی رو که من به شما دادم دانلود کردید و میرید پیدا میکنید روی کامپیوترتون و اون رو باز میکنید، یا اینکه مثلا یه همچین شکلی رو به شما میده وقتی فایل رو باز بکنید، تحت بروزرتون هستش یا مرورگرتون هست، یا اینکه مثلا میتونید یک فایل جدید ایجاد بکنید. مثلا اگه میخواید یه چیزی رو تست بکنید، امتحان بکنید، میتونید که این فایل جدید رو به این شکل ایجاد بکنید. پس میبینید یکم شبیه همون گوگل کولاب هست، ولی خب گوگل کولاب تحت آنلاین و تحت وب هست، این جوپیتر نوتبوک روی کامپیوتر خودتون هست، آفلاینه. و حالا چیزی که داره اینه که مثلا یه چیت شیتی هم حتی داره که میتونید اونجا مطالعه بکنید و اون حالا شورتکات هایی که داره رو ببینید. و معمولا موقعی که دیگه حرفه‌ای میشید بیشتر از این شورتکات ها استفاده میکنید، برای اینی که مثلا یک سلول جدیدی رو ایجاد بکنید. به عنوان مثال میتونید چیز بکنید، یا اگه بخواید پاکش بکنید، یا اگه بخواید بالاخره روش تبدیلش بکنید به متن یا به کد، میتونید ازش استفاده بکنید. پس اولین کاری که شما میکنید برای دوستانی که با پایتون آشنایی ندارن این هستش که آناکوندا رو دانلود میکنید، و اگر لینکش رو خواستید ببینید، این در تلگرام موقعی که گیت هاب رو میذارم روی Introduction to Python که برید، روی اون متن رو شما میتونید ببینید و میتونید روی این لینک کلیک بکنید. موقعی که دانلود و نصب بکنید، از اون کامپیوترتون میتونید فراخوانیش بکنید آناکوندا رو. این فضا رو میاره. برای شروع توصیه میکنم از جوپیتر نوتبوک استفاده بکنید و حالا این کد هایی که مثلا من با شما به اشتراک میذارم رو توش باز بکنید، یا اگر کد هایی تو اینترنت میبینید که میخواید امتحان بکنید، میتونید اینجا امتحان بکنید. این یکی از مزایای جوپیتر نوتبوک هستش که شما میتونید هم متن بذارید هم نتایج رو ببینید. برای این پروژه های کوچیک میتونه خیلی خوب باشه، به خاطر اینکه ما همه چیز رو یه جا داریم، ولی برای پروژه های جدیتر مثلا اسپایدر یا وی اس کد یا پای چارم اینا میتونه بهتر باشه. خود جوپیتر نوتبوک هم یه تنظیماتی داره که میتونید اونها رو بعدا تنظیم بدید. اگر برنامه‌نویس حرفه‌ای هستید، میخواید مثلا تغییراتی بدید در تنظیماتش، میتونید این کار رو انجام بدید. مثلا فرض بکنید این الان این خونه که شما میبینید، این در اصل یک سلولی هستش که به صورت مارکدان هست یا زبان مارکدان، ولی من در حالت متن این رو دارم استفاده میکنم. بعد از اینکه پایتون رو نصب کردید و حالا این فایل ها رو باز کردید، من دیگه توصیه میکنم مثلا این متن رو بتونید خودتون بخونید و حالا از همون
تمرین هایی که مثلا در دیتا کم هستش بتونید استفاده بکنید. اینجا من اون موضوعات پایه‌ای زبان برنامه‌نویسی پایتون رو اشاره کردم. خب همونطوری که گفتم پایتون یه سورس اولیه داره یا یه کور سافتویر داره، مثل مطلب، مثل آر یا زبان‌های دیگه که اگه استفاده کرده باشین، و بعد یک سری ما ماژول داریم یا یک سری لایبرری داریم. حالا اینا رو مثلا در زبان‌های مختلف متفاوته. مثلا تو مطلب ما بهش میگیم یک تول باکس داریم. مثلا در مطلب ممکنه یه تول باکس شما برای پورتفولیو اپتیمایزیشن، فاینانشال انجینیرینگ یا فاینانشال اکونومتریکس داشته باشید، یا مثلا برای نورال نتورکس و ماشین لرنینگ. در آر ما معمولا میگیم آر پکیج. پس مطلب میشه مطلب تول باکس، آر میشه آر پکیج. توی پایتون ما معمولا بهش میگیم لایبرری یا ماژول، که این لایبرری ها معمولا یک سری کد های آماده رو داخل خودش داره برای یک کارهای خاص. ما اون ماژول ها رو فراخوانی میکنیم به پایتون و از اون فانکشن ها یا توابعی که داخلش تعریف شده استفاده میکنیم. پس خیلی ما برای بعضی از بیشتر کارهامون از این کتابخونه ها یا ماژول ها استفاده میکنیم. به ندرت پیش میاد که شما به اصطلاح بخواید یک کدی رو from scratch بنویسید یا بخواید از همه محاسبات رو خودتون بنویسید. من معمولا مثلا در کلاس هایی که حالا دانشجوها هستن، میخوام مثلا دیپ لرنینگ، ماشین لرنینگ یاد بدم، یا مثلا اکونومتریکس یاد بدم، یا حتی تکنیکال انالیزز برای مثلا تحلیل تکنیکال، معمولا من یکی از کارهایی که میکنم این هستش که به افراد یاد میدم که این ایندیکیتورها، اوسیلیتورها، فرمول محاسبش چی هست و ایده پشت اون فرموله چی هستش. به خاطر همین بد نیست مثلا شما بتونید بر فرض مثال اگه میخواید مثلا RSI رو محاسبه بکنید، بدونید که چجوری داره این محاسبه انجام میشه و خودتون انجام بدید. ولی واقعیتش اینه که در عمل ما لایبرری هایی داریم مثلا برای تکنیکال انالیزز که خودش برای ما RSI رو محاسبه میکنه. ما فقط کافیه که بدونیم که کدوم کتابخونه رو باید ایمپورت بکنیم و از کدوم فانکشنش استفاده بکنیم. ولی خب همونطور که عرض کردم، یکم پیشرفته ترش اینه که بتونیم در اصل خودمون اشراف داشته باشیم به اون behind the scene یا پشت صحنه و ببینیم که مثلا محاسبات به چه صورت داره انجام میشه و خودمون تغییراتی که لازم هستش رو بدیم. یا ممکنه خود شما بخواید یک ایندیکیتور جدید ارائه بدید یا ابداع بکنید که خب نیاز دارید که محاسباتش رو خودتون انجام بدید. ولی در نهایت کتابخونه های خیلی زیادی در پایتون دیولوب شدن توسط به اصطلاح کمپانی ها و حالا میشه گفت ترد پارتی های قابل اعتماد که ما میتونیم از اونها برای انجام کارهای مختلفمون، مخصوصا در این بحث معاملات الگوریتمی هم استفاده بکنیم. مثلا فرض بکنید خود این مثل یک کتابخونه هستش که حالا ما ایمپورتش کردیم، مثلا داریم از اون کتابخونه یک فانکشنی رو استفاده میکنیم که مثلا بیاد اون کوساین یا کوسینوس مثلا یه عددی رو محاسبه بکنه. و حالا روش های مختلفی که ما میتونیم ایمپورت بکنیم، فانکشن ها رو فراخوانی بکنیم، اینا چیزاییه که من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. ممکنه مثلا جلسات اول یه ذره براتون سخت‌تر باشه، ولی امیدوار هستم با دیدن این فایل و اون مطالبی که در تو دیتا کمپ هستش و اون چیت ها و مطالبی که در تلگرام به اشتراک میگذاریم، بتونید آهسته آهسته توانمندی خودتون رو در زبان برنامه‌نویسی پایتون بالا ببرید. پس به خاطر اینکه بتونیم زمان بیشتری رو نگه داریم برای اون موضوعاتی که مستقیما با معاملات الگوریتمی در ارتباط هست، سعی کردم که این مطالب رو باهاتون به اشتراک بگذارم که بتونید خودتون سلف استادی انجام بدید و آماده بشید برای پایتون. ولی خب میگم اگر شما در ابتدا سوالی داشتید یا مثلا بخشی بود که نیاز به توضیح بیشتر داشت، حتما توی گروه تلگرام مطرح بکنید. هم من سعی میکنم پاسخ بدم، هم دیدم بعضی از دوستانی که در گروه هستن و آشنایی دارن با بعضی از این مسائل، همدیگر رو راهنمایی میکنن و از این دوستان هم تشکر میکنم.
و فکر میکنم شاید بتونیم زمان بیشتری رو اختصاص بدیم به بحث اصلی خودمون و من حالا در اونجا موقعی که دارم کدهای اولیه رو ران میکنم مثلا روش یکم بیشتر توضیح میدم. پس این فایل یه فایل حالا introduction یا آموزشی ابتدایی هست برای پایتون. توضیح دادم که چجوری از این ماژول ها یا لایبرری ها استفاده بکنیم، انواع متغیرها و نحوه که این متغیرها رو ما میتونیم اساین بکنیم، بعضی از این ارور مسیج ها یا ارور هایی که به شما میده. حتما توصیه میکنم از چت جی پی تی استفاده بکنین یا بارد که برای گوگل هست، خیلی میتونه در شروع کمک کننده باشه. موقعی که مثلا الان شاید حالا یک مثلا تو این جلسه اگه فرصت نشد جلسه بعد بهتون یه مثال نشون بدم که شما میتونید، کافیه که فقط همین گوگل کلاب رو شما باز بکنید که در فضای وب هست، یا همین مثلا جوپیتر نوتبوک رو باز بکنید و خیلی از این کدهایی که در نهایت ما ممکنه بخوایم استفاده بکنیم شما میتونید سعی بکنید از چت جی پی تی بگیرید و صرفا اینا رو یکم چک بکنید و ادیت بکنید و ازش استفاده بکنید. و در بحث development کد و توضیح کد میتونید اصلا یه تیکه کد رو براش کپی پیست بکنید و بگید این کد رو برای من توضیح بده، یا یه کدی که ارور میده رو بهش میدید میتونه سعی بکنه که این ارور رو برطرف بکنه. البته خب 100% اینا دقیق نیستن، مثلا من خب اینا رو هم مثلا ورژن در از جی پی تی 4 رو امتحان کردم، هم مثلا چند تا از LLM های دیگر رو امتحان کردم. اینا خب میتونه مثلا یه جاهایی اشتباه باشه، ولی خب میتونه خیلی برای شروع خیلی کمک بکنه به یادگیری زبان برنامه‌نویسی و حتی همین دیولپ کردن استراتژی‌هامون. توی این نوتبوک شما میتونید بر فرض مثال اینو ادیت بکنید، دوباره ران بکنید اگه بخواید، و میتونید مادیفایش بکنید به اصطلاح، تغییراتی که لازم هستش رو بدید. دیگه از چیزای خیلی پایه‌ای شروع کردم مثل جمع و ضرب و تقسیم تا اینی که مثلا ما بیایم این به اصطلاح اپراتورهای بولین یا فالس و ترو رو بتونیم تعریف بکنیم. و در کل زبان خیلی نزدیک به زبان هیومن هست. یعنی شما مثلا میخواید پرینت کنید، میگید مینویسید پرینت کن، میخواید مثلا یه چیز رو ایمپورت کنید، میخواید یه چیز رو به اصطلاح بخونید مثلا از یه فایل CSV یا فایل وب و اینا رو براتون انجام میده. من خیلی روی این تمرکز نمی کنم، میذارم ببینم خودتون جلسه اول بعدش میتونید این رو مطالعه بکنید یا نه، و بعد ازتون فیدبک میگیرم. بر اساس فیدبکی که از شما میگیرم بعداً سعی میکنم که اگر لازم باشه برگردم به کد و بیشتر راجبش توضیح بدم. این بیشتر کلیتش راجب پایتون هست و به صورت خیلی ساده میره و موضوعات رو تکمیل میکنه تا اینکه برسیم به اینکه بخوایم یک سری فانکشن ها رو انجام بدیم. و فرض من تا یه حدی هم بر این بوده که خب اون introduction to Python و intermediate Python رو اگر شما از دیتا کم مطالعه بکنید خب تا حدی با این موضوعات آشنا میشید. خب نوتبوک بعدی که دارم، پس ما برای این کلاس اسلاید به اون اسمی که حالا مرسوم هست پاورپوینت یا پی دی اف نداریم. ما متریالمون و محتویات درسمون بیشتر در قالب این نوتبوک ها هست. یه جاهایی اگر توضیح لازمه توضیح میدیم، یه جایی اگر کد هست کد رو استفاده میکنیم، و بعد اونجایی که خروجی باید بگیریم باز از اینا استفاده میکنیم. من یک استراحتی اینجا میدم، در استراحت سوالاتی هم اگه دارید میتونید مطرح بکنید. من فکر میکنم کلن برای این جلسه اگه اشتباه نکنم 45 دقیقه داریم، حالا شاید یه ذره چون اول جلسه برای تنظیمات و سوالات کلی مطرح شد این جلسه فرصتمون کمتر شد، ولی اگر لازم باشه در انتها میتونم یکم بیشتر بمونم به سوالات پاسخ بدم، اپاماتی اگه دارید مردد هستید برای شرکت در دوره یا نه. و بعد فرایند کارمون این هستش که در اصل مراحلی که برای الگوریتمیک تریدین لازم هستش رو بتونیم در این محیط دیولوب بکنیم، که بعد از بریک راجع به اون استپا هم توضیح میدم.
اگر موافق باشه یه 10 دقیقه بریک داشته باشیم و بعد حالا هر جایی هم اگر سوالی داشتید میتونید بذارید که من مطالعه بکنم. خب پس بالا همونطور که فرمودید احتمالاً از انتها هم 10 دقیقه 1 رو بیشتر جلسه رو داشته باشیم. حالا امیدوارم، میدونم اونجا شب هستش، امیدوارم که دوستان انرژی هاشون کافی و بالا باشه که بتونیم مطالب رو با هم ادامه بدیم. بسی که به نظرم میتونیم الان راجبش صحبت بکنیم، برای احتمالاً دوستانی که شاید خب اون ویدیو رو ندیدن و یکم با فضای معاملات الگوریتمی آشنایی کمتری دارن، این هستش که ما اون مراحل و استپ هایی که میخوایم طی بکنیم در این دوره رو خیلی سریع من اشاره بکنم و بعد وارد بحث دیتا بشیم که بحث خیلی مهمی هست. یعنی این نوتبوک حالا هدفی که داره این هستش که بیاد به ما نشون بده که چجوری میتونیم داده های مالی و حالا داده های مرتبط رو از منابع مختلف دریافت بکنیم در داخل پایتون و حالا یکم باهاش کار بکنیم، مثلا ازش نمودارهایی ایجاد بکنیم و بریم به سمت اینی که تقریبا یه چیزایی که مثلا شما در تحلیل تکنیکال یا در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال میبینید، خب بحث چارت ها هستش و بحث این تحلیل داده ها بر اساس چارت ها هست. میخوایم یکم توی این نوتبوک بیایم اینها رو تمرین بکنیم و با داده های مختلف، فرمت های مختلف آشنا بشیم و بعد روشون یک سری تغییراتی که لازم هستش رو اجرا بکنیم. همچنان که عرض کردم، من ممکنه که این فایل ها رو آپدیت بکنم و اون ورژن نهاییش رو در گیتاب شما میتونید ببینید. ببینید در کل الگوریتمیک تریدینگ شاید بعضی از شماها حتی تا یه حدی داشتید انجام میدادید، ولی خب به این اسم نمیدونستید که کاری که داشتید انجام میدید الگوریتمیک تریدینگ هست، به خاطر اینکه خود اصطلاح الگوریتمیک تریدینگ، اتوماتد تریدینگ و مثلا اصطلاحاتی که های فرکانسی تریدینگ، اینا با هم یک شباهتایی داره ولی خب یک تفاوتای خیلی معنیداری رو هم با هم داره. در مجموع هدف ما این هستش که یک زنجیری از فعالیت‌ها رو تعریف بکنیم که به ما این امکان رو بده که فرایند معاملات رو به صورت اتوماتیک انجام بدیم. این فرایند معاملات از گرفتن داده هست، پری پروسس یا آماده کردن داده هست، اینی که ما بتونیم در اصل یک استراتژی رو دیولپ بکنیم و بر اساس اون داده ها اون استراتژی رو بک تست بکنیم هست، و بعدش اینکه این رو بتونیم در یک فرآیند دمو یا در یک فرآیند واقعی بیایم و پیاده سازی بکنیم و اکزیکیوت بکنیم و بعد دوباره اینها رو اصلاح بکنیم و ریسکش رو و پرفورمنسش رو بررسی بکنیم و این فرآیند رو هی تکرار بکنیم. هر کدوم از حلقه های این زنجیر اهمیت خاص خودش و ظرافت خاص خودش رو داره. اگر ما اونها رو در نظر نگیریم، میتونه رو کل پرفورمنس یا کارایی ما یا اون خروجی که میگیریم اثر بذاره. یعنی همون قدری که استراتژی مهم هست، کیفیت و کمیت داده ها مهمه، نحوهی که ما داریم استراتژی رو بک تست میکنیم و تیون میکنیم مهم هست، نحوهی که ما میخواییم خروجی استراتژی یا به اصطلاح اون سیگنال ها رو تبدیل به معامله بکنیم یا اکزیکیوت بکنیم مهم هستش، و هر کدوم از این مراحل اگر درش دقت کافی انجام نشه رو کل عمل کرده ما اثر منفی میذاره. پس ما باید یک شناخت کلی راجع به بازارها و اون مفاهیم اولیه معاملات داشته باشیم. اینی که خب بازارها مختلفن، ما بازار مثلا سهام رو داریم، بازار به اصطلاح کامودیتی رو داریم، بازار ارز رو داریم، حالا یا جفت ارزها کریپتو رو داریم، و نوع قراردادها اینا ممکن هستش که به صورت اسپات باشه، به صورت فیوچرز باشه، آپشنز باشه و حالا در کل دریویتیوز باشه. اینا خب نحوه های مختلفی هستش که ما میتونیم در اصل بازارها رو کاتگورایز بکنیم و دسته‌بندی بکنیم. بعضی از این بازارها با هم ربط داره، ممکنه بعضی از استراتژی‌ها حتی لازم باشه که ما دو تا از این بازارها یا تعداد بیشتری از این بازارها رو با هم ترکیب بکنیم اگر هدفمون هجینگ یا پوشش ریسک است. بعضی اوقات ما نیاز داریم که نوع قراردادها رو در اصل انتخاب بکنیم با توجه به هدف از سرمایه‌گذاریمون، ولی در نهایت این
بازارها و حالا اون ابزارها و استهایی که درش هستش یک شباهت های کلی دارن یا یک سری استایلایزد فکت وجود داره راجبشون، یک سری حقایق مشترک وجود داره و یک سری تفاوت های اساسی رو هم با هم دارن و ممکنه که مثلا اون استراتژی که برای کریپتو داره خوب جواب میده لزوما برای استاک مارکت جواب نده، یا ممکنه که اون در اصل در خود هر مارکت هم اینی که شما اون investment horizonتون یا هدف سرمایه گذاریتون، مدت سرمایه گذاریتون یا ریسکی که میخواید بپذیرید یا اون میزان سرمایهی که دارید یا هدف سرمایه گذاریتون اگر متفاوت باشه، اینا همه تأثیر میذاره روی انتخاب درست اون استراتژی و الگوریتمی که داریم. تریدینگ استراتژی خیلی مختلفی وجود داره، بعضی از اینها بر اساس مثلا روش‌های تحلیل تکنیکال هست، روش‌های مین ریورژن هست، مومنتوم هست، اینا یک سری ایده‌ای هستش که از یک سری محاسبات ریاضی و آماری ساده ممکنه بیاد، یا ممکنه که بعضی از اینها از یک سری مباحث مالی رفتاری بیاد یا بیهیویرال فایننس بیاد. اینی که مثلا بررسی می‌کنن که بازیگرهای بازارهای مالی یا پلیرهای اصلی که میتونه خود اکسچنج باشه، میتونه مارکت میکر باشه، میتونه یک مثلا اسپیکولیتور باشه، یک بروکر باشه، این بازیگرهای مختلف این بازار در اصل ممکنه که هر کدوم به فراخور اون حالا هدف خودشون ممکنه که یک استراتژی براشون مناسب باشه یا یک استراتژی مناسب نباشه. مثلا یک بانک مرکزی دنبال اسپیکولیشن معمولا نیست، یکم نگاه سرمایه گذاریش ممکنه که به سمت هجینگ و لانگ ترم باشه. یک اینوستمنت بانک، یک روبا ادوایزری، یک هج فاند، اینا هر کدوم ممکنه هستش که محدودیت ها و ویژگی های خودشون رو داشته باشن. مثلا شما ممکنه که به عنوان یک شاید معامله‌گر شخصی یا حالا به اصطلاح حقیقی از یک سری در از تریدینگ فی ها و یا کامیشن ها یا اون میشه گفتش کارمزد هایی بهتون اطلاق بشه یا یک سری محدودیت هایی روتون باشه، ولی ممکنه که مثلا روی یک مارکت میکر این وجود نداشته باشه. یه چیز جالبی که حالا از تجربه شخصیم خدمتون بگم، زمانی که میخواست در ایران بحث قراردادهای آتی طلا شکل بگیره، خب خیلی مثلا جلسات برگزار میشد راجع به اینی که در اصل این کانترکت های فیوچرز به چه صورت طراحی بشه، اون کلیرینگ هاوس به چه صورت بیاد مدیریت بکنه، آیا محدودیتی روی اون تریدرها وجود داره یا نداره، و یک سری از چیزهایی که شاید من میدیدم نادیده گرفته شده برمیگشت به تجربه معاملات فیوچرزی که توی بورس فلزات لندن میکردم. در بورس فلزات لندن شما اگر بخواید که به عنوان یک کلاینت جدید بیاید و وارد بشید، ممکن هستش که در چندین لول این کلاینت تعریف بشه. حتی بروکرهایی که با کلاینت ها کار میکنن ممکنه که در چندین لول تعریف بشه. شما صرف اینی که مثلا توانایی مالی بالایی دارید به شما این اجازه رو نمیده که بتونید مثلا هر میزانی که خواستید با هر مثلا شرایطی در اون بازار معامله بکنید. کلاینت ها معمولا دستبندی میشن و به مرور با توجه به عملکردشون این لول هاشون تغییر میکنه. اینی که شما چند قرارداد باز میتونین داشته باشین، اینی که شما اون لوریجی که میتونید بگیرید اگر مثلا مارکتی باشه که لوریج داشته باشه، اینا همه چیزهایی هستش که برای اینی که بتونن اون نوسانات بازار رو اون رگولیتور یا قانونگذار کنترل بکنه ممکن هستش که اعمال بکنه. ولی مثلا در اون سالهایی که در از این قراردادهای آتی در ایران مطرح شده بود، بعضی از اینها نادیده گرفته شده بود و افراد، زمانی هم بود که یکم بورس ایران در شرایط به قول معروف رکودی بود و خیلی ها داشتن سعی میکردن که پولهای خودشون رو خارج بکنن و بدون اینکه آگاهی داشته باشن از قراردادهای فیوچرز یا کلن دریواتیوز ها و حالا اون بحث لوریجی که روش وجود داره، وارد قراردادهای آتی شده بودن و مشکلاتی رو ایجاد کرده بود.
پس این تریدینگ استراتژی خیلی برمیگرده به اینی که ما چقدر ریسک میپذیریم، چقدر منابع مالی داریم، هدفمون یا اون هورایزن یا دوره زمانی که مد نظرمون هستش به چه صورته. یک قانون کلی برای همه وجود نداره که بگیم مثلا این استراتژی یا این به اصطلاح راهکار برای همه میتونه سودآور باشه. خیلی مهمه که در نظر بگیریم اون محدودیت ها و شرایطی رو که داریم. مثلا من خودم با بروکرهایی که کار میکنم اینها در از زیرو کامیشن هستش یا در از فی یا اون کارمزدی رو بابت معاملات نمیگیرن. این به من این اجازه رو میده که استراتژی هایی رو بتونم پیاده سازی بکنم که روی نوسانات خیلی کوچیکی از بازار هم بتونه سریع قرارداد رو ببنده، باز بکنه. و در کل همین که شما بتونید دی ترید انجام بدید، این یکی از چیزهایی هستش که لزوماً هر کسی که یک اکانت معاملاتی باز میکنه بهش داده نمیشه. پس اینا مهم هستش که ما متناسب با شرایط خودمون بتونیم اون استراتژی رو طراحی بکنیم. بحث دیتا خیلی مهم هستش، کیفیت و کمیتش و اینی که داده هایی که ما بهش الان دسترسی داریم، بعضی هاش خب همون داده های در از مارکت هستش، مثل داده های قیمت و حجم معاملات، ولی خب مثلا باز ممکن شما دسترسی داشته باشید به داده های لیمیت اوردر بوک یا به اصطلاح خودمون همون صفحه های خرید و فروش یا اون بید و اسک هایی که شما تو بعض از این پلتفرم ها میبینید. حالا باز ممکنه یک کسی مثلا به کل اون عمق خرید و فروش ها دسترسی داشته باشه، یکی ممکنه 5 تاشو بتونه ببینه، یکی ممکنه 10 تاشو ببینه. و باز خود این دیتا جزء دیتاهایی هستش که متدهای خاص خودش رو میطلبه. یکی از مزیت‌هایی که خب شرکت‌ها تریدرها دارن ایجاد میکنن این هستش که بیان از دیتاهای یکم خلاقانه استفاده بکنن، داده‌هایی که احساس میکنن میتونه کمک بکنه به اون پیش بینی یا تشخیص سیگنال های معاملاتیشون، ولی خب لزوماً ممکنه که راحت در دسترس نباشه و شما نیاز دارید که یک مراحل طی بکنید تا اون رو به دست بیارید. مثلا داده های سنتیمنت الان داره خیلی متداول تر میشه. شاید چند سال گذشته فقط مثلا بلومبرگ یا تریدر هایی که خودشون می اومدن داده های سنتیمنت رو، که حالا منظورمون اون داده‌هایی هستش که از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر یا حالا مثلا ویمو یا جای ویبو یا جای دیگه که مثلا در کشورهای دیگه هستش میاد، یا در اصل هدلاین نیوزها هستش. اینها داده‌هایی که شما میتونید یه جورایی، حالا سنتیمنت میشه یه جورایی اون حس پلیرها یا معاملگرها رو بر اساس اون نظریاتی که دارن منتشر میکنن یا بر اساس اخباری که هستش ممکنه که بتونید تا حدی بررسی بکنید. رو بعضی از اینها صحبت میکنیم، بعضیش ممکنه ساده تر باشه. الان مثلا بعضی از پلتفرما اومدن ایندیکیتورهای جدیدی رو برای سنتیمنت گذاشتن که مثلا داره تعداد توییت هایی که برای یک کمپانی خاص میشه رو، هم تعدادش رو میاد به صورت ولیوم یا حجم مطرح میکنه و هم در اصل میاد اون حسی رو که ما میتونیم از اون توییت ها بگیریم که حالا این حس یا مثبت هست یا منفی هست یا خونسا هستش رو در اصل میاد با استفاده از روش های Natural Language Processing یا NLP یا پردازش در اصل متنی، میاد اینها رو تبدیل میکنه به یک سری کمیت هایی که شما مثل ایندیکیتورهای دیگه تکنیکال در پلتفرماتون دارید و میتونید اینها رو بک تست بکنید یا ببینید که آیا میتونید ازش سیگنالی دریافت بکنید یا نه. اینها رو بعداً توی بعضی از پلتفرمایی که حالا دسترسی دارم یا برای این دوره در نظر گرفتم خدمتتون نشون میدم. خود فرمولیت کردن الگوریتم یا اون استراتژی هم خیلی مهم هست. ببینید خیلی از دوستان اشاره کردن که تحلیل تکنیکال پیشرفته رو باهاش آشنایی دارن و من دوست داشتم حالا فرصتی میشد که بعضی از این دوستان می اومدن این تجربیاتشون رو مطرح میکردن و یه جوری بر اساس صحبتایی که میکردیم میرسیدیم به اون جاهایی که واقعا لازم هستش که مثلا یک سری اپتیمایزیشن ها یا بهینه یابی های انجام بشه مرتبط با تحلیل تکنیکال، ولی مثلا اون اپتیمایزیشن ها در
پلتفرم های نرم افزار های مرتبط با تحلیل تکنیکال وجود نداره. ممکنه که مثلا شما در بعضی از این پلتفرم ها ببینید که اسم میبرن از بعضی از الگوریتم های evolutionary algorithms مثل genetic algorithm یا مثلا روش های دیگه، یا مثلا ممکنه اصطلاح نیورال نتورک رو باز ببینید یا تو بعضی از کد هایی که افراد در متا تریدر شیر میکنن باز ممکنه که این اصطلاحات ماشین لرنینگی رو ببینید. ولی واقعیتش اینه که این روش ها خیلی پیچ تنظیم داره و وقتی شما چند تا از اینها رو میخواین با هم ترکیب بکنید یک پردازش به نسبت سنگینی میشه. توی این نوتبوک و نوتبوک های بعدی ما این رو بیشتر صحبت میکنیم. مثلا فرض بکنید شما میخواید از تقاطع دو تا میانگین متحرک سیگنال دریافت بکنید. مثلا استراتژیتون میشه در اصل کراس بین دو تا میانگین متحرک یا مووینگ اوریج. حالا دوستانی که آشنایی دارن شاید بهتر متوجه بشن که مثلا ما وقتی داده‌های قیمت رو داریم میتونیم بر اساسش مثلا بیایم یک میانگینی رو به صورت رولینگ در طی زمان محاسبه بکنیم که به نوعی داره مثلا داده‌های ما رو نرمالایز میکنه و یه سری از اون نوسانات کوتاه مدتش رو میگیره. یکی از استراتژی‌های خیلی ساده مثلا این هستش که ما بگیم یا قیمت با این میانگین متحرک در از تقاطعی داره و برخوردی داره، یا مثلا به جای قیمت بیایم یک میانگین متحرک کوتاه مدت بگیریم و بعد یک میانگین متحرک بلند مدت رو در نظر بگیریم و تقاطع این دوتا رو به عنوان سیگنال خرید و فروش در نظر بگیریم. خیلی نمیخوام استراتژی رو باز بکنم، توی نوتبوکی که مرتبط با استراتژی هستش راجع به اینا صحبت میکنیم. ولی صرفا تقاطع دو تا میانگین متحرک هست، نکته که پیش میاد این هستش که خب هر کدوم از این میانگین متحرک ها یک دوره زمانی در اصل محاسباتی داره. مثلا شما میتونید بگید من دارم یک مووینگ اوریج 5 روزه حساب میکنم یا 50 روزه حساب میکنم یا 14 روزه حساب میکنم و این عددها میتونه متفاوت باشه. وقتی شما میخواید از این استراتژی استفاده بکنید باید بتونید هر دو دوره زمانی رو بهینه بکنید. مثلا اگر ما فقط یک میانگین متحرک داشتیم شما میتونسته بگید که خب کوچکترین میانگین متحرکی که قابل محاسبه است مثلا دو دوره ای هست. بر فرض مثال من این رو میخوام تا 50 محاسبه بکنم. خب از 2 تا 50 49 حالت وجود داره. فرض بکنید که میخواید یک میانگین متحرک دیگه ای رو هم اضافه بکنید که مثلا از این میانگین متحرک بزرگتر باشه ولی تا 100 بتونه این به صورت رولینگ پیش بره. وقتی شما این دوتا فضا رو با هم ترکیب میکنید دیگه 49 حالت نیست، 49 ضرب در مثلا فرض بکنید 50 حالت دیگه هستش و این یه عدد خیلی بزرگتری میشه و این صرفا تازه داره مثلا روی یک بکتست به شما جواب میده که هیچ گارانتی وجود نداره که مثلا اگر در یک سال گذشته تقاطع بین میانگین متحرک 7 و 14 بهترین بوده در دوره بعدی هم این میانگین متحرک میتونه سود جنریت بکنه یا حالا بیشترین سودی که مد نظر هست. پس ما مجبور هستیم برای اینی که یک بکتست روباستری داشته باشیم این فرایند رو خودش رو چندین بار تکرار بکنیم، یعنی 49 ضرب در 50 ضرب در مثلا 10. این اعداد هی اسکیلش میره بالاتر و این رو وقتی مثلا شما فرض بکنید اگه بخواید دو سه تا از ایندیکیتورها رو با هم ترکیب بکنید و بعضی از اینها حتی ممکنه اون یه حالتهای کریتیکال ایریایی داشته باشن که اونها هم قابل بهینه یابی باشه، عملا یک فضای چند بعدی با حالتهای متنوع وجود داره که خب این فضا اگر شما بخواید همه حالتهاشو بررسی بکنید در یک نرم افزار مثلا معاملاتی که برای تحلیل تکنیکال هست قابل انجام نیستش. بحث ایوالویشن خیلی مهمه که ما از معیارهای درستی برای ارزیابی الگوریتم‌هامون استفاده بکنیم. بحث این هستش که ما میتونیم موقعی که ارزیابی کردیم یه مدتی با عنوان دمو بذاریم ببینیم که حالا با داده‌های واقعی بدونیم که مثلا پول واقعی بذاریم عملکرد روشمون به چه صورت بوده و بعد در نهایت توی لایف تریدینگ میذاریم و اونجا حالا میتونیم این کار رو انجام بدیم. یکی از چیزهایی که خب مثلا لایف تریدینگ و پیپر تریدینگ داره این هستش که خب شما اگر مارکتی باشه که لیکویدیتیش پایین هست اون زمانی که شما سیگنال رو دریافت میکنید
گارانتی نیستش که حتما بتونه اون معامله انجام بشه. ممکنه شما مثلا در بورس ایران یک سیگنالی رو برای یک سهامی دریافت بکنید، ولی مثلا اگر این سیگنال خرید هست یا سیگنال فروش هست، ممکنه که به خاطر لیکویدیتی پایین یا نقدشوندگی پایین یا صف‌های خرید و فروشی که وجود دارن، شما اون زمانی که سیگنال رو دریافت میکنید نتونید معامله رو انجام بدید. اینا پس مهمه که ما بتونیم این مانیتورینگ رو داشته باشیم، یا حتی بتونیم اوردرهایی رو که میذاریم با توجه به تغییرات داینامیک بازار مادیفای بکنیم، تغییر بدیم، به موقع کنسلش بکنیم، یا بتونیم قیمتاش رو تغییر بدیم. و اینا رو به صورت دستی خب خیلی سخت است، ولی شما در پایتون حالا یا زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه میتونید این شرط‌ها رو بذارید که بر فرض مثال موقعی که این معامله اکزیکیوت شد یا اوردر ثبت شد، اگر این اتفاق افتاد مثلا اوردر رو کنسل کن، یا اگر این اتفاق افتاد اوردر رو تغییر بده از لحاظ حجم یا قیمت. و این کارها رو میتونید خب برای تعداد سهام‌های بیشتری انجام بدید. پس این یک چیزی که در کل اینجا می‌خواستم خدمتتون بگم این هستش که معاملات الگوریتمی یک فرایند چند مرحله‌ای هست، یک زنجیری از فعالیت‌ها هست. هر کدوم از اون زنجیره‌ها ظرافت‌ها و اهمیت خودش رو داره، و هر بخشی رو که شما ضعیف عمل بکنید رو کل پرفورمنستون اثر میذاره. صرف داشتن یک استراتژی مثلا قوی ماشین لرنینگ باعث نمیشه که شما بتونید سود جنریت بکنید. ممکنه که کیفیت یا کمیت دیتاتون خوب نباشه و نتونه در اصل اون خروجی که میخواد رو ایجاد بکنه، یا ممکنه که اون مواردی که در اوردر اپتیمایزیشن و اوردر منیجمنت هستش یا مدیریت سفارش ها و ثبت سفارش ها رو اگر رعایت نکنید، عملا حتی اگر پیشبینی خوبی داشته باشید یا سیگنال به موقع خوبی گرفته باشید نتونید که ازش بهرمند بشید. من سعی میکنم یک ترکیب جلساتمون، به خاطر اینکه خیلی نه تئوری بشه نه خیلی بحث کد بشه که دوستانی که مثلا آشنایی کمتری دارن با کد در اساس این رو داشته باشن که نمیتونن فالو بکنن، معمولا اینجوریه که یه ترکیب از این دوتا رو در نظر میگیریم و یه موقعی سویچ میکنیم روی کد، رو اونا صحبت میکنیم، یه موقعی یه بحث تئوری یا مثالهایی که یکم مرتبط با متدها هستش رو میاریم. چند تا رفرنس یا ریسورس اصلی داریم برای گرفتن دیتا. یکی از این ریسورس هایی که خب هم در بورس ایران هم در بورس های خارج از ایران متداول هست، در بورس ایران شاید در مثلا چند سال گذشته خیلی مؤثر نبود برای معاملگرهای حقیقی، بیشتر معاملگرهای حقوقی یا مثلا افراد خاصی که مثلا حالا به دلایلی بهشون اعتماد می شد این امکان در اختیارشون قرار می گرفت. و اون این هستش که شما بتونید به یاز اون به اصطلاح ترید انجین اصلی یا به ترید انجین بروکر خودتون به صورت اتوماتیک وصل بشین، که این وصل شدنه اهداف مختلفی میتونید داشته باشه. شما میتونید وصل بشید به اون در اصل بروکر خودتون برای اینکه اطلاعات حسابتون رو بگیرید، برای اینکه پورتفوی خودتون رو ببینید، یا برای اینکه مثلا داده‌های تاریخی یا هیستوریکالی که برای اسست ها میخواید رو اگر بهتون اجازه بده دانلود بکنید. یه دلیل دیگه‌اش میتونه باشه که شما بعد از اینکه این محاسبات رو انجام دادید، با وصل شدن به اون ترید انجین یا وصل شدن به اون بروکرتون بتونید ثبت سفارش و مدیریت سفارش رو انجام بدید. در حال حاضر برای گرفتن داده ها در بورس ایران بعضی از بروکرها این API کی رو به شما میدن، بعضی هاشون ممکنه که خودشون یک مثلا پکیج پایتون هم دیولوب کرده باشن. در هر دو صورت ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم، چه اینکه به ما یک پکیجی داده باشن که حالا مثلا اینجا مثال هایی که ما برای بروکرها یک کتابخونه داریم رو میبینیم، چه اینکه فقط به ما API address رو بدن. مثل یک آدرس هایی میمونه که میگه اگر مثلا شما میخواید اطلاعات حسابتون رو ببینید، مثلا این آدرسی هستش که میتونید بهش متصل بشید. اونجا هم ما در پایتون کتابخونه هایی داریم که میتونه متصل بشه و اون اطلاعات حساب ما رو
وارد بکنه و بعد اون اطلاعاتی که میخواد رو بگیره و بفرسته. پس بروکر، این API بروکرها یا اون اینترفیسی که بروکرها دارن میذارن، یکی از منابع هستش که ما میتونیم اطلاعات رو بگیریم و میتونیم در عین حال ثبت سفارش و مدیریت سفارش رو انجام بدیم. یکی دیگه این هستش که ما مجبور باشیم که از یک سری صفحات وب خودمون اطلاعات رو بخونیم. مثلا شما ممکن هستش که بخواید از یک اطلاعاتی استفاده بکنید که به صورت خیلی تمیز و مثلا به صورت خیلی فایل شده‌ای به شما ارائه نمیشه، ولی میدونید یه وب پیجی هست، در این وب پیج مثلا مثل فی پی ران، مثل کودال، مثلا تی اس سی تی ام سی، ممکنه در این وب پیج ها یک سری اطلاعاتی وجود داشته باشه که شما میخواید که مثلا اون اطلاعات مشخص رو از اون وب پیج ها بخونید و خودتون یک دیتابیسی بسازید. این مثلا میاد در قالب وب اسکرابینگ، یا اینکه ما بیایم مثلا کرول بکنیم یا دیتا ها رو از صفحات وب بخونیم. حالا این میتونه مرتبط با مثلا نیوز باشه، ممکنه مرتبط با اطلاعات خیلی لایوی باشه که داره ترید میشه، و این همون بخشی هستش که اگر ما یک نوآوری هم به ذهنمون برسه که از یک سایت خاصی بخوایم اطلاعات رو بگیریم، میتونیم با روشایی که داریم یا کتابخونه‌ای که در پایتون داریم اطلاعات رو از صفحات وب، از دیتابیس‌های مختلف بخونیم. یکی دیگه از روش‌های این هستش که اینا رو به صورت آفلاین بخونیم. مثلا شما میگید که من یک نرم افزاری دارم، نمیدونم راهآورد نوین دارم، نرم افزار X دارم، Y دارم. این نرم افزارها این امکان رو به من میده که مثلا من داده‌های تاریخی رو برای سهام‌های مختلف به صورت فایل CSV دانلود بکنم. یا حتی مثلا در فرض بکنید بورس‌های بین‌المللی، ممکنه که مثلا شما موقعی که مثلا به سایت یاهو فایننس برید، این به شما این امکان رو بده که مثلا داده‌های روزانه یا حالا لو فرکانسی رو بتونید دانلود بکنید. مثلا من اینجا میام بر فرض مثال میخوام سهام تسلا رو ببینم، موقعی که سهام تسلا رو سرچ میکنم اینجا میتونم مثلا، حالا دارم چارتش رو میبینم، ولی مثلا میتونم برم روی هیستوریکال دیتا. روی هیستوریکال دیتا که برم، توی این سایت به من این امکان رو میده که مثلا برای دوره زمانی که مشخص میکنم یا فریکونسی که مد نظرم هستش، بیام یک فایل CSV دانلود بکنم که این فایل حالا اکسل یا CSV تاریخ رو شامل میشه، قیمت بازگشایی، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و قیمت نهایی و حجم معاملات رو به من میده. خب یه حالتش اینه که شما میگید من این فایل CSV رو دانلود میکنم و بعد این رو میخوام وارد نرم افزار بکنم. یه موقع هستش که میگید نه، من میخوام مثلا از این صفحه وب بیام این تیبل یا این جدول رو بخونم. یا ممکنه که شما یک در پایتون برای اون بازار خاص یک کتابخونه هایی داشته باشید که خیلی این کار رو برای شما راحت تر کرده باشه. مثلا اگر من بخوام داده های مالی رو از روی سایت یاهو فایننس یا گوگل فایننس بخونم، نیاز نیست که بیام تک تک حالا اون تیکرها یا سیمبولها یا اون نمادها رو اینجا بذارم و داده ها رو دانلود بکنم. من میتونم بیام و از یک سری کتابخونه های استفاده بکنم که این به صورت اتوماتیک میتونه بیاد وصل بشه به این منابع. مثلا پانداز دیتا ریدر یکی از کتابخونه های هستش که این کتابخونه بر اساس پانداز هست. پانداز یکی از اون کتابخونه های نرم افزار پایتون هستش که برای کار با سری‌های زمانی یا دیتا فریم ها هستش و خب ما هم زیاد ازش استفاده می‌کنیم. بر اساس اون کتابخونه پانداز اومدن یک کتابخونه دیگه رو دیولپ کردن به اسم پانداز دیتا ریدر که این کتابخونه میتونه وصل بشه به در اصل ریسورس‌های مختلفی. مثلا شما اگه بخواید داده‌هایی رو از بانک جهانی بگیرید، داده‌هایی رو بخواید از فدرال رزرو بگیرید، مثلا داده‌های سن لوئیس رو داره، فد سن لوئیس، داده‌هایی که مرتبط با مدل‌های مثلا فاما فرنچ هستش رو بخواید بگیرید، داده‌هایی که مرتبط با یاهو فایننس هست یا مرتبط با مثلا فرض بکنید کوانت ال، یه شرکتی بود که نزدک خریده، مثلا داده‌های کریپتو رو توش خیلی خوب می‌ذاشت. شما برای اینکه بخواید داده‌های مارکت رو بگیرید یا داده‌های مکرو رو بگیرید، من یکی از چیزایی که واقعا برام جالب بود و به نظرم یکی از هوشمندی‌های دکتر سعدوندی بودش در
کلینیک اقتصاد در اصل دوره هایی بود که با نگاه به ماکرو اکونومیکس و با نگاه به ساختارهای در اصل سیستم های بانک مرکزی، سیستم های کلان مطالب رو مطرح میکرد و سعی میکردش اینها رو تا جایی که میشه ربط بده به بازارهای مالی. و به نظرم این یکی از چیزهای خیلی ارزشمندی هستش که ما معمولاً خیلی روش تمرکز نمی کنیم و شاید دوره‌های خوبی براش وجود نداشته باشه. یا مباحثی که حالا بعداً شاید انشاءالله فرصتی باشه اگه بتونیم راجبش صحبت بکنیم، بحثایی که در خصوص خود پورتفولیو اپتیمایزیشن هست و خیلی وقتا باز تریدرها اونها رو هم نادیده میگیرن، اینها نکاتی هستش که نیاز داره به داده‌های مکرو، داده‌هایی که شما بتونید اقتصادهای مختلف، بازارهای مختلف و کامدیدی ها و اسست های مختلف رو بتونید بررسی بکنید تا بتونید یک تحلیل فاندامنتال یا یک تحلیل تکنیکال یا یک تحلیل آماری خوبی نسبت به اون متغیری که مد نظرتون هست داشته باشید. مثلا این کتابخونه یا ماژول پایتون این امکان رو به شما میده که با یک سری کد های خیلی ساده ای بیایید و وصل بشید مثلا به دیتا سیتی که مرتبط با فدرال رزرو در سن لوئیس هستش و مثلا کافیه که شما بیایید اون شروع تاریخی که میخواید داده رو بگیرید، پایانش رو مشخص بکنید، اون متغیری که مد نظرتون هستش رو مد نظر دارید رو بگیرید و این شروع میکنه برای شما داده ها رو دانلود کردن. توی این کدی که ما داریم یکی از کارهایی که مثلا مثالهایی که ما میبینیم و جالب هست و برای شما شاید ببینید که کار رو چقدر آسون میکنه این هستش که مثلا ما میریم از یک صفحه وب تمام نمادهایی که برای یک بازاری مثل S&P 500 هستش رو میخونیم، یک لیستی میسازیم از همه سهامهایی که در این ایندکس هست و بعد با استفاده از یکی از این کتابخونه ها برای اون دوره زمانی که مد نظرمون هستش همه اطلاعات این شرکت ها رو میگیریم و وارد پایتون میکنیم. از اونجا به بعد شما خیلی راحت میتونید اون تحلیلی که میخواید روی داده ها داشته باشید رو انجام بدید. مثلا شما الان یک نرم افزار تکنیکال رو که باز میکنید میگید که خب من مثلا میتونم بین نمادهای مختلف حرکت بکنم، داده های نمادهای مختلف رو ممکنه داشته باشم. این کد خیلی ساده چند خطی که ما در پایتون داریم همین رو به ما، این اجازه رو به ما میده که این کار ما انجام بدیم. خب یکی از چیزهایی که لازم هستش اینه که اگر اون کتابخونه پایتون قبلا نصب نشده ما اون رو نصب بکنیم. شما این رو میتونید مستقیما یا از طریق اون آناکوندایی که دانلود میکنید نصب بکنید یا میتونید در فرآیند کامنت پرامپت یا ترمینال خودتون نصب بکنید. ببینید مثلا در ویندوز ما این فضا رو میگیم کامنت پرامپت، ولی مثلا در لینوکس یا در مک ممکنه که اینو بهش ما ترمینال بگیم و فضایی هستش که شما میتونید در اصل یک سری دستورات رو پیاده سازی بکنید. حالا یا شما میاید در این فضا یک کتابخونه جدید رو اینستال میکنید یا یک تریک یا یک حقه ساده‌ای که وجود داره این هستش که ما در همین محیط جوپیتر نوتبوک و فضای تحت وبی که میبینید کافیه که یک علامت تعجب رو بذاریم و این شروع میکنه اون کتابخونه‌ای که مد نظر ما هستش رو برای ما نصب میکنه. من حالا اگر این کد رو اجرا بکنم، چون قبلا این کتابخونه رو نصب کردم، میگه که این اوردی نصب شده و حالا یا ورژنش رو میگه اگه میگه میخوای آپگرید بکنی یا نه. پس معمولا در کدهای ما اول انتخاب میکنیم چه کتابخونه ها یا ماژول هایی هستش که به درد ما میخوره، اون ماژول ها رو اگر نصب نباشه نصب میکنیم به این صورت، حالا یا چند روش مشابه دیگه که داره، و بعدش موقعی که نصب کردیم اینها رو ما میایم ایمپورت میکنیم یا وارد فضای پایتونمون میکنیم. مثلا اینجا همون پانداز رو شما دیدید ما ایمپورت کردیم. برای اینکه بعداً بتونیم سریعتر کد نویسی بکنیم ممکن هستش که ما اینها رو تغییر نام بدیم. مثلا میگیم که پانداز رو ایمپورت بکن به عنوان پی دی، اسمش رو از پانداز تغییر بده به پی دی. خب من اگر اینجا مثلا فرض بکنید بیام مثلا ایمپورت بکنم
پانداز رو، بدون که چیز رو اینجا اضافه بکنم و بعد بیام پانداز رو تایپ بکنم، یه نقطه بذارم و حالا تب رو بزنم، این کاری که میکنه این هستش که اون فانکشن ها و توابعی که در داخل این کتابخونه هستش رو اینجا برای من لیست میکنه. بعضی از اینها ممکنه داخلش باز یک سری فانکشن های دیگه باشه، ولی خب کاری که ما میکنیم وقتی پانداز رو به اسم پی دی وارد میکنیم، شما به جای اینکه هر سری بخواید تایپ بکنید پانداز، می‌نویسین پی دی نقطه و بعد اون فانکشنی که مد نظرتون هستش رو اینجا ایمپورت میکنید. پس معمولا توی کدهای پایتون شما اون سلول اولیه‌ای که میبینید داره یا یک کتابخونه رو نصب میکنه یا داره اون کتابخونه که مد نظر هستش رو فراخوانی میکنه به داخل محیط پایتون. الان اینجا من مثلا یکی از کتابخونه‌هایی که دارم استفاده میکنم اسمش هست Y Finance. این هم بازی یک کتابخونه هستش که میتونه داده ها رو مستقیما از Yahoo Finance بره بخونه. و حالا دلیلی که مستقیما از اون پانداز دیتا ریدر استفاده نکردم این هستش که معمولا وقتی یاهو میاد در سایتش تغییراتی میده، اون کتابخونه به اون سرعت آپدیت نمیشه و شما ممکنه که کدهای خطایی بگیرید. ولی این وای فایننس که یک کتابخونه به اصطلاح مشابهی هست و تخصصش روی یاهو فایننس هست، اومده این رو اصلاح کرده. ببینید معمولا یک کتابخونه جدید که میرید خودش کدی رو که برای نصب لازم داریم بهتون میگه، معمولا پیپ اینستال هست. اگر بخواید توی جوپیتر نوتبوک این رو نصب بکنید، کافیه قبلش یک در اصل اکسکلمیشن مارک یا یک علامت تعجب بذارید که این برای شما رو نصب میکنه. و توضیحاتش هم میتونید ببینید، گفته من دانلود میکنم داده های بازار رو از یاهو فایننس. پس کلن کارش این هستش که به یاهو فایننس وصل بشه. اگر علاقمند باشید که مثلا یک چیزی شبیه این برای بورس ایران ایجاد بکنید، که البته هستش چند تا برای بورس ایران، شما میتونید به اون در اصل پیج گیتاپش برید که اون پیج گیتاپ مثلا سورس های کاملش رو به شما میده. یعنی شما کافیه که این کدهایی که برای یاهو فایننس هستش رو یکم مرور بکنید و بعد میتونید مثلا این رو شبیهش رو برای یک مارکت دیگه اگه بخواید بسازید. اینا همونطور که عرض کردم پایتون یک زبان اوپن سورس است. خیلی از این کتابخونه‌ها و پکیج‌هایی هم که درش دیولپ میشه معمولا اوپن سورس، شما میتونید به کدهاش دسترسی داشته باشید و بعدا اگر لازم باشه تغییر بدید. خب من الان مثلا اینجا کاری که کردم، و یه چیز رو هم حتما در نظر بگیرید، کدهایی که من اینجا به شما نشون میدم و اون عملکرد خاصی رو که مد نظر ما هست ممکنه که بیش از یک روش داشته باشه. مثلا اگر هدف ما این باشه که بر فرض مثال داده های تاریخی شرکت تسلا رو از سایت یاهو دریافت بکنیم داخل پایتون بیاریم، شاید این رو به از کتابخونه های مختلف و به شیوه های مختلف بشه انجام داد. من اون چیزی رو که مثلا احساس کردم که راحت تر هستش رو اینجا خدمتتون دارم میارم، ولی شما ممکنه که بتونید بعداً روش‌های دیگه‌ای رو هم اضافه بکنید. مثلا در پایتون یک کتابخونه وجود داره به اسم Matplotlib که بیشتر کارش ایجاد نمودارها و چارت‌ها هستش، خیلی شبیه به MATLAB هست و اون ویژوالیزیشنی که ما در MATLAB می‌بینیم. خود نامپای مثلا یک کتابخونه هستش که کار با آرایه‌ها، وکتورها و اینها رو فراهم می‌کنه و خیلی شبیه به کور MATLAB هستش. و اینجا مثلا کاری که من دارم می‌کنم، من میگم مثلا برای یک تاریخ مشخصی، مثلا از ابتدای سال 2018 تا تاریخ امروز، بیا و مثلا برای یک شرکت خاصی که مطرح کردم اومدم گفتم این دیتایی که هستش رو بگیر. حالا این رو من میتونستم به جای تسلا مثلا چند تا شرکت رو همزمان بذارم، یا اگر فقط میخواستم که مثلا داده های adjusted close رو بگیرم میتونستم اینجا مشخص بکنم که داده های adjusted close رو بده، یا اگر میخواستم frequencyش رو در اصل تغییر بدم مثلا داده های هفتگی بگیرم، باز در این فانکشن ها به ما این اجازه رو میده که یک سری از این argument هاش رو تغییر بدیم و به اصطلاح
اونجا بتونیم اون تغییراتی که مد نظرمون هستش رو بدیم. معمولا تو این کتابخونه‌ها که میرید میبینید که یک سری مثال رو هم خودش آورده و این رو هی شروع میکنه مرحله به مرحله تکمیل کردن. و چیزی که داره این هستش که مثلا میتونید همزمان چند تا تیکر رو بگیرید، میتونید به اصطلاح دوره زمانی رو تغییر بدید، فریکونسی دیتا رو تغییر بدید و هر کدوم از این فانکشن ها معمولا یک سری ورودی رو قبول میکنن که شما اون ورودی ها رو اگر مادیفای بکنید و تغییر بدید میتونه برای شما تغییر ایجاد بکنه. پس بعدن مثلا فرض بکنید ما میتونیم این داده ای رو که به این صورت آنلاین گرفتیم در قالب یک فایل CSV یا اکسل ذخیره بکنیم. دوباره شکلی که شما دارید میبینید، مثلا من دارم داده ها رو از یک فایل اکسلی فراخوانی میکنم. اگر من مثلا اینجا این رو برگردم به شما، میبینید مثلا یک فایلی به اسم تسلا هستش که فایل CSVه. این فایل CSV مثلا شما اگر داده هایی دارید که به این فرمت هستش، میتونید به صورت آفلاین از کامپیوترتون وارد پایتون بکنید. مثلا یادم سایت TSE خودش یه سافتوری داشت به اسم TSE Client که TSE Client به صورت رایگان این امکان رو به شما میداد که نمادهایی که مد نظرتون هستش رو با یک سری تنظیمات بیارید و برای شما برای هر نماد یک فایل حالا تکست یا یک فایل CSV دانلود میکرد. مثلا شما ممکنه بگید که من بر فرض مثال 100 تا فایل CSV دارم که این فایل CSV اطلاعات سهام های مرتبط با بورس ایران رو شامل میشه. شما کافیه که این فایل ها رو در یک فولدر مشخصی یا در همون فولدری که اون نوتبوکتون قرار داره یا کد پایتونتون قرار داره مشخص بکنید. اینجا آدرس دی میکنید. این کد داره میگه که من میخوام اطلاعات رو بخونم از یک فایل CSV. این فانکشن خودش زیر مجموعه ای از کتابخونه پانداز هست و این امکان رو به ما میده که مثلا بتونیم فایل های CSV، تکست و فایل های دیگه‌ای که مد نظر هستش رو بتونیم وارد پایتون بکنیم. اگر اونجا مثلا من میزدم پانداز، بعد میومدم مثلا میزدم رید، شما تب رو میزدم میدید که مثلا برای، حالا امیدوارم این نشونگر موس و این صفاتی که کامبو باکسی که باز میشه رو بتونید ببینید. مثلا کتابخونه پانداز در پایتون میتونه فایل هایی با این فرمت ها رو بخونه و وارد پایتون بکنه. میتونه فایل اکسل باشه، فایل CSV باشه، HTML باشه، JSON باشه، SPSS باشه، SAS باشه. اینا هم سافتورهاییه که دوستانی که آماری هستن باهاش آشنایی دارن. و حتی استیتا مثلا یک سافتور اکونومتریکس هستش. الان خب اون نرم افزارها خیلیشون پولی هست و واقعا من خودم مثلا اختصاص سنجی که درس میدم الان مدت ها هستش که با آر و پایتون یاد میدم و خیلی از نرم افزار پولی استفاده نمی کنیم. و اگر مثلا شما دیتا ستی داشته باشید که خروجی یکی از اون نرم افزارها هستش، باز میتونید اینجا بخونید و وارد پایتون بکنید. و همطور که عرض کردم این فرمت احتمالاً برای دوستانی که تو بورس ایران یا حالا جای دیگه کار کردن آشنا هست. داده‌های خیلی اولیه‌ای هست. حتی در تحلیل تکنیکال اکثر ایندیکیتورهایی که ما می‌سازیم از همین دیتاها استفاده می‌کنن. می‌تونیم اینها رو خیلی راحت پلات بکنیم. اینجا همه دیتا رو پلات کردیم ولی چون اسکیل یا مقیاس داده‌های حجم با داده‌های قیمت خیلی متفاوت بوده، شما داده‌های قیمت رو خیلی نمی‌بینید. حجم داره دامینیت می‌کنه. بعدا نگاه میکنیم که چجوری میتونیم این نمودارها رو تغییراتی بدیم که تقریبا شبیه اون چیزی که در مثلا نرم افزار تحلیل تکنیکال میبینید یا حتی فراتر از اون بتونیم داشته باشیم. اینجا مثلا دادهای در اصل adjusted close price هستش، دادهای نهایی هست مثلا برای شرکت تسلا. حالا بعدا میتونیم چیزهای دیگه نموداری رو بهش اضافه بکنیم یا میتونیم در نهایت از استراتژی‌هایی که دیولپ می‌کنیم استفاده بکنیم برای اینکه روی این داده‌ها کار بکنیم. چون وقتمون برای امروز کم هست، من فقط یه چند تا نمونه نشون میدم و بعد بتونیم یه چند دقیقه اگر سوالاتی هست جواب بدیم. انشالله
این فایل ها باهاتون به اشتراک گذاشته میشه و جلسات بعد هم روی اینها صحبت میکنیم و به مرور تکمیل میکنیم. ولی در نهایت میخوام بهتون نشون بدم که مثلا با یک سری کد های خیلی ساده ای شما میتونید تقریبا اون چیزی که مثلا در نرم افزارهای تکنیکال هستش رو بتونید ببینید. همون مثلا نمودار کندلستیک، ایندیکیتورهای مختلفه، میتونید صفحاتی اضافه بکنید که والیوم باشه. اینا رو خیلی میشه حتی پیشرفته تر اینتراکتیوش کرد، بتونید زوم بکنید، بتونید روش تغییراتی که میخواید رو اعمال بکنید. و در نهایت مثلا این مثلا فرض بکنید نمودار مکدی و سیگنال لاین هستش، میتونه بعدا به پایین یک نمودار اضافه بشه. یا میتونید سیگنال های خرید و فروش خودتون که مثلا بر اساس یک استراتژی هستش رو به نمودار اضافه بکنید. اینها همش با یک تعداد خطهای کد خیلی ساده ای انجام شده. حالا دوستانی که با مثلا سی، جاوا، این زبان ها کار کردن میدونن که برای ایجاد یک همچین نمودارهای شکلایی معمولا نیاز داریم که زمان بیشتری بذاریم یا تعداد خط کدهایی که می نویسیم بیشتر هستش. توی این فایل حالا تا اونجایی که ممکنه اضافهش بکنم، مثلا بررسی میکنیم که چجوری میتونیم از صفحات وب داده ها رو بخونیم، اینها رو بیاریم تمیز بکنیم. مثلا اینجا شرکت های مختلف رو در کنار هم داریم، میتونیم چند تاش رو مثلا تصمیم گیری بکنیم، براش نمودار بکشیم، اون چیزایی که مد نظرمون هست. یا مثلا از بروکرهای مثل بایننس، مثل هر بروکری که شاید شما اسم ببرید، ما میتونیم یا مستقیما با استفاده از پایتون یا با استفاده از کتابخونه ها یا ماژول هایی که بر اساس اون بروکر هستش بهشون وصل بشیم و دیتا ها رو بگیریم. روی این دیتا گرفتن ها از منابع مختلف با هم صحبت میکنیم، چجوری API کی بسازیم در مثلا بایننس یا حالا بروکرهای دیگه، و بعد چجوری این دیتا ها رو تمیز بکنیم. من برای امروز اینجا متوقف میشم. حالا میام روی سوالات، اگر ابهاماتی بود، سوالی بود، یه چند دقیقه اونها رو توضیح میدم و بعد انشالله جلسه بعد بیشتر روی بحث دیتا هندلینگ و گرافینگ و اینا ویژوالیزیشن صحبت میکنیم. بسیار عالی دکتر، خیلی سپاسگزارم از زحمتی که کشیدید، واقعا استفاده کردیم. آقای دکتر ممکن هست من اول خودم از تو از خدمت یک سوالی بپرسم، بعدم سوال عزیزان رو پاسخ بدیم، یا اگر چیزی بود مشترکاً، یعنی من از جانب اهالی که میگه که اقتصاد دارن از شما تشکر میکنم، بعدم شاید مثلا به سوالات اضافه کردم جهت اینکه مطلب بیشتر مشخص بشه. آقای دکتر شما الان زحمت کشید و دوره الگوریتمی رو برای ما، معاملات الگوریتمی رو برای ما الان دارید ارائه میدید. سوال بنده این هست که چه دوره‌های دیگری حواشی این الگوریتمی میتونه مطرح بشه؟ چون ما در کلینیک اقتصاد مستحصل هستید که ما اگر دوره‌ای رو ارائه میدیم به صورت کامل ارائه میدیم، یعنی به صورت جامع ارائه میدیم. یعنی مثلا اگر اقتصاد کلان رو ارائه دادیم، اقتصاد کلانی که دیگه در دانشگاه‌های برتر دنیا ممکنه دو تا مثلا کلان یک و کلان دو داشته باشن، مثلا 70 ساعت ارائه بشه، ما 129 ساعت ارائه بدیم. اقتصاد خرد 90 ساعت ارائه بدیم. بعد از این معاملات الگوریتمی کدوم دوره‌های دیگر رو دوستان اگر بگذرونند در واقع تکمیل میشه معلوماتشون؟ من دیدم که شما به دو تا حداقل اشاره کردید اینجا، یکی اکونومتریکس هست که شما تدریس می‌کنید، اقتصاد سنجی هست، یکی دیگه تحلیل تکنیکال هست. اگر این رو یه مقدار باز کنید خیلی ممنون میشه. خواهش می‌کنم. ببینید دوره‌هایی که میشه تصور کرد، بعضی از دوره‌ها به اصطلاح تکمیل مباحثی هستش که اینجا اشاره میکنیم، یکم به صورت دقیق تر و شاید بشه گفتش که پیشرفته تر. اون دوره ها میتونه یکیش بحث تحلیل تکنیکال باشه، حالا با روی کرده یکم پیشرفته تر و این تیپ اپتیمایزیشن ها و روش هایی که درش هستش، یا در اصل این که ما بریم پشت قضیه بعضی از این ابزارهای تحلیل تکنیکال رو ببینیم و بیایم مطرح بکنیم چجوری میتونه ترکیب بشه با روش‌های هوشمندتر. ببخشید دکتر، من شما نکته بسیار مهمی رو فرمودید که اصلاً در ایران بهش توجه نمیشه. من گفتم که صحبت عرض میخوام که قطع کردم صحبت شما رو، ولی باید توش تاکید کنم. شما میفرمایید که تحلیل تکنیکال که میخواد انجام بشه، این اندیکیتوری که دارید میبینید، این باید اپتیمایز بشه. ممکن است اینو توضیح بدید برای عزیزان؟ ببینید تحلیل تکنیکال،
حالا جالبه، من تو همون کسب بزنس اسکول که بودم، ما مثلا یک درس هم برای خود تحلیل تکنیکال داشتیم که این خیلی مرسوم نیست، معمولا تحلیل تکنیکال در دانشگاه ها تدریس نمیشه، ولی اونجا درسی که ما داشتیم اتفاقا شروع کلاس ما بر این بود که کجاها تحلیل تکنیکال فیل میکنه، یا چرا مثلا تحلیل تکنیکال یعنی شروع بس شاید چند جلسه این بود که تحلیل تکنیکال اون نقاطی که باعث میشه نتیجه نده چیا هست، بعد شروع میکنیم اونها رو برطرف کردن. و مثلا چیزی که مد نظر هستش اینه که ما از شاید به قول معروف میگن که نمیدونم معادلش رو چی داریم که میگن to make a long story short، اگه بخوام خلاصه بگم این اتفاقی که میفته اینه که خیلی از استراتژیایی که دوستان تا حالا راجبش شنیدن، چه اونهایی که خیلی ساده به نظر میرسه چه اونهایی که پیچیده به نظر میرسه، اگر اصولی پیاده سازی بشه منجر به سود میشه. ولی حالا اینی که مثلا سود اینها با هم ممکنه که فرق بکنه، یکی ممکنه چند درصد بالاتر بشه یکی چند درصد پایین‌تر بشه، ولی یکی از چیزهایی که مثلا ما در کلاس تل تکنیکالمون میدیدیم توی کسب بزنس اسکول این بود که یه استراتژی خیلی ساده هست بهش میگن K% movement، میگه که اصلا شما کاری که میکنی هر موقع که مثلا یک نقطه سقفی در قیمت اتفاق افتاد، K% اگر ازش پایین اومدی بفروش، هر موقع اتفاق افتاد K% ازش بالا رفت بخر. ظاهرش اینه که خب این خیلی تأخیر داره و مثلا قاعدتا نباید جواب بده، ولی حتی اگه این استراتژی رو ما درست آپتیمایز بکنیم و بهینه بکنیم و شرطهایی که لازم هستش رو براش بذاریم، خودش سود ایجاد میکنه و خیلی میتونه سورپرایز بکنه. یه چیزی که مثلا ساده ترین استراتژیه که واقعا هیچ اساس مثلا خیلی آماری خاصی نداره. پس بحث اینه که ما از این ابزارهایی که داریم اگر اصولی استفاده بکنیم تقریبا خیلی از این روش‌ها سودده هستن. حالا اینی که مثلا ما آیا روش بهتری وجود داره یا همین روش رو میشه بهینه کرد، این یه بحثی هستش که مثلا در تحلیل تکنیکال شما میتونید اینها رو ربط بدید به اون بحثای بهینه یابی و بعداً باز تکمیلی ترش بحثایی که یکم از هوش مصنوعی استفاده میکنه برای تحلیل تکنیکال، و این میتونه مثلا موضوعی باشه که خب خودش یک بحث مجزاییه. دوره هایی که به نظرم میتونه تکمیلی باشه در بحث مثلا میشه گفتش که این معاملات الگوریتمی، یکی تحلیل تکنیکال هست، یکی بحث اقتصاد سنجی مالی هست، یکی بحث خود یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق هست، و یه بحث دیگه که نمیدونم چقدر اون مثلا یکم تخصصی تر میشه، بحث مدل سازی ریاضی و ریاضیات تصادفی هستش. ببینید در کل ما کوانتیتیتیو فایننس رو به دو تا مکتب فکری میتونیم تقسیم بکنیم. یک مکتب فکری میگه که ما از داده های هیستوریکال و داده های تاریخی و روش های آماری میتونیم استفاده بکنیم برای پیش بینی. یه مکتب فکری میگه که نه، این داده ها خیلی برای پیش بینی به درد نمیخوره. اصلا نوبلی که 2012 فاما و در از شیلر بردن، دو تا عقیده کاملا مخالف هم بودن رو بحث مارکت افیشنسی. حالا بر اساس اینی که ما اعتقاد داریم که آیا روش های آماری که خود حالا یادگیری ماشینی هم جزو روش های آماری حساب میشه و داده های تاریخی میتونه کمک بکنه برای مدل سازی و پیش بینی بازارهای مالی، این یه مبحث یا یه مکتب فکری است. یه مکتب فکری هستش که نه، ما با یک سری فرآیندهای تصادفی سر و کار داریم که این فرآیندهای تصادفی باید با استفاده از روش‌های ریاضیات تصادفی و شبیه سازی مدل بشن، که اون بحث مثلا ریاضیات تصادفی و شبیه سازی یه مکتب فکری متفاوتی هستش که اونم قابل تدریس هستش. یک سری کورس‌های کوتاه مدت پیشرفته میشه در نظر گرفت برای معاملات الگوریتمی، برای اون دوستانی که مثلا میخوان بحث معاملات الگوریتمی رو بیارن رو فضای کلاد. اگر مثلا ما بخوایم این روش‌های ماشین لرنینگ رو باز اصولی استفاده بکنیم و از های پرفورمنس کامپیوتینگ استفاده بکنیم، باید این چیزهایی که تو این کلاس یاد میگیریم و این کدهایی که هستش و این روش‌هایی که هستش رو بتونیم اینها رو بیاریم در فضای مثلا اون حالا نمیدونم محاسبات ابری میگن یا کلاد کامپیوتینگ مثلا میشه، که بتونیم در از این کدهامون رو خیلی افیشنتر هم بنویسیم و هم استفاده بکنیم از مثلا GPU کامپیوتینگ، پارالل کامپیوتینگ و اینها رو بتونیم استفاده بکنیم.
و در خصوص بحث تکست ماینینگ و سنتیمنت انالیزز و کلن آلترنتیو دیتا و در خصوص اوردر اپتیمایزیشن هم میشه مثلا یه دوره‌های پیشرفته کوچیکی طراحی کرد و یک دوره که حالا تو صحبتام عرض کردم به نظرم حالا با توجه به زمانهایی که ایران کار میکردم و بعدان هم مشاهده میکردم ضعف در بحث ریسک منیجمنت و پورتفولیو منیجمنت هست که بالا همون درسی هم که اصلا شما لطف کرده بودین تو دانشگاه تهران همین بحث فاینانشال ریسک منیجمنت بود و خیلی موضوعی هستش که بعد از گذشت شاید 20 سال هنوز در خیلی از به صورت مثلا عملی در خیلی از جاها پیاده سازی نمیشه. این دوره های متنوعی هستش که حالا بعضیش ممکنه که خیلی کاربردی و عملی و پیشرفته باشه و کوتاه باشه، بعضیاش مباحث یه ذره جامع تریه مثل مثلا یادگیری ماشینی و اختصاص سنجی مالی و اون بحث تحلیل تکنیکا. بسیار عالی آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، خیلی سپاسگزارم از شما. اگر اجازه می‌فرمایید من سوال‌ها رو می‌خونم خدمتتون. یکی از شرکت کنندگان خب مجموعه رو معرفی کردن که ممکنه در یادگیری زبان پایتون بتونن این دوستان رو به ما کمک کنن، دستشون درد نکنه. یک سوال، یک مطلبی که مطرح کردن کجا بوده، گفتن از رپید مایندر، از رپید مایندر هم میشه استفاده کرد. نظرتون چه هست، در کدوم مورد بوده؟ توی ببینین الان توی در اصل همونجوری که عرض کردم از گرفتن داده ها، تحلیل داده ها و پیاده سازیش برای یک تسک خیلی مشخص ما میتونیم به اصطلاح روش‌های مختلفی داشته باشیم. حالا این میتونه مثلا فرض بکنیم در موقعی که داریم کد رو دیولپ میکنیم، کد رو مثلا پیاده سازی میکنیم باشه، یا زمانی که میخوایم وصل بشیم به یک به اصطلاح API که مرتبط با یک کارگزاری هست یا با یک روش خاص هستش. من تو پیغامهای شخصی که بعد از لایومون دریافت کردم مثلا یک از سوالاتی که پرسیده بودن این بود که خب آیا مثلا به زبان MQL ما استفاده میکنیم، اشاره میکنیم یا نه. فکر میکنم مثلا توی این 20 ساعت یا 20 چند ساعت نمیتونیم که خود زبان MQL رو بیایم بررسی بکنیم، ولی نگاه میکنیم که مثلا متا تریدر ربطش با پایتون به چه صورت هست و چجوری ما میتونیم بیایم، یا ابزارهای دیگه که ممکنه مثلا دوستان استفاده میکنن رو یا در فرند کلاس میبینن که چجوری با پایتون لینک میشه، یا ممکنه که اگه از من بپرسن من مثلا در حالا اول جلسه یا مثلا در یک شاید در خود تلگرام پاسخ بدم که مثلا رابطه اون روش یا ابزار و پایتون به چه صورت هستش. بسیار عالی، دست شما درد نکنه. سوال بعدی رو میخونم خدمتتون. آیا با پایتون امکان این که محیطی مثل تریدینگ ویو منتها بدون محدودیت های تیوی ایجاد کرد؟ این سوال مثلا برای من گنگه، برای شما مشخصه؟ ببینید تریدینگ ویو خب خیلی پاپولار هستش. حالا یک چیزی که هستش اینه که در اصل شما چند تا قابلیت خیلی خوب داره، ولی ما اون قابلیت ها رو میتونیم در پایتون پیاده سازی بکنیم. یکی از قابلیت هایی که خیلی مهم هست و روی اون ما صحبت میکنیم بحث اون اسکرینر هست. مثلا شما در تریدینگ ویو میتونید بگید که برای مثلا بازار فارکس یا بازاری که میخوام اون سهام هایی رو به من بده که الان مثلا RSIشون اینجوریه، یا چند تا مثلا شرط میذارید و براتون اسکرین میکنه. خب این رو ما میتونیم در پایتون پیاده سازی بکنیم. اون بخشایی که مثلا میاد یه حالت اوریج میگیره از یک سری ایندیکیتورهای تکنیکال، میگه الان مثلا بر اساس ایندیکیتورهای تکنیکال مثلا اینجا داریم سیگنال میگیریم یا سیگنال قوی هست یا نیوترال هستش. یه کاری که من انجام دادم اینه که من بک تست کردم و خود تریدینگ ویو سیگنال هایی که میده لزوما سیگنال های خوبی نیستش. یعنی ایندیکیتورهایی که استفاده کرده، درسته که مثلا میاد میگه من مثلا از 20 تا ایندیکیتور استفاده میکنم و دارم اینجا میگم، یا ممکنه بگه مثلا این سیگنال استرانگ هستش یا ویک هستش، اینا رو چیز میکنه، ولی
اگر همینجوری به صورت پلین بخوایم بر اساس سیگنالاش عمل بکنیم سودده نیستش، ولی میتونیم که یه تغییراتی که بدیم این هستش که دوره های زمانی رو تغییر بدیم و سیگنال ها رو هی تاییدیه بگیریم. چیزی که در تریدینگ ویو باز جالبه نظرات دیگرانه، یعنی مثلا آدم ها اومدن بررسی کردن میگن الان نظر من راجع به مثلا شرکت انویدیا راجع به بیت کوین اینه هست، من احساس میکنم مثلا این افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه. اینو به اصطلاح بهش میگن کپی تریدینگ. بس کپی تریدینگ یکی از موضوعاتی هستش که میتونه سودده باشه، یعنی یکی از دیتا ست هایی که من بیشتر برای کار ریسرچ ازش استفاده میکنم تو بحث کپی تریدینگ این هستش که مثلا بعضی از بانک ها میان پورتفوی کلاینت هاشون رو پابلیک میکنن، اونایی که خودشون گفتن، و مثلا میگن که الان چه معامله جدیدی انجام داد چه معامله انجام نداد و پرفورمنسشون شما میتونید ببینید. حالا شما میتونید مثلا از اونها کپی بکنید، ولی خود کپی تریدینگ هم میتونه آپتیمایز بشه، یعنی شما میتونید بک تست بکنید و یک سری آپتیمایز بکنید که از کیا به چه صورت کپی بکنید. ولی این یه فرآیندی هستش که مثلا ما حالا میتونیم دیتا رو بگیریم. خود تریدینگ ویو میدونم که مثلا با پایتون یکم اینترفیس هایی رو تعریف کردن، حالا پکیج های ترد پارتی هستش و ما میتونیم مثلا از تریدینگ ویو هم اطلاعات وارد و خارج بکنیم به پایتون. بسیار عالی، خیلی جامع مانه پاسخ دادید. استاد، در مجموع الگوریتم تریدینگ در فضای آکادمی تا چه حد تونسته رسمیت پیدا کنه و تونسته یک فیلد مستقل در ساینس بشه؟ به صورت جداگانه هر کدوم از مباحثش بررسی شده، یعنی حتی مثلا شما خود تل تکنیکال هم نگاه بکنید یه مقاله هستش که مثلا اندرو لو که هد دپارتمان فایننس MIT هست مثلا یه مقاله قدیمی داره که مثلا داره رو بحث تل تکنیکال و پرفورمنسش صحبت میکنه. الان خب موضوع ماشین لرنینگ داغ هستش و اینی که ماشین لرنینگ چجوری میتونه در فضای معاملاتی استفاده بشه خیلی داغ است و مقالات خیلی خوبی تو این زمینه داره نوشته میشه و حتی ریسرچ سنترهای خیلی خوبی تو این زمینه هستن. من خودم یه ریسرچ لبی دارم که در اصل کارش استفاده از همین بحث بیگ دیتا و ماشین لرنینگ روی حوزه کوانتیتیتیو فایننس هستش. یعنی شما در دانشگاه ویرجینیا خودتون یک لب خاص دارید، یعنی یک آزمایشگاه خاص دارید که روی مسائل تحقیق میکنید، درسته؟ ما مثلا بعضا با بعضی از جاها مثلا تو سیگما یا یه سری از این کمپانی ها که مرکزی در اصل همکاری داریم و اینها رو یه جورایی مثلا دانشجوهایی که از لزومن هم از رشته اقتصاد نیستن، از رشته کامپیوتر یا مهندسی هستن یا اقتصاد هستن رو ترین میکنیم و به صلاح برای این شرکت ها میفرستیم. یکی از دوستان هم یه نکته جالبی رو نوشتن راجع به این که همه میگن بیشتر طرفدار مکتب فکری دوم هستن که گذشته. یک سری روش‌های آماری وجود داره برای این که ما ببینیم مثلا یک مثلا متغیری پردیکتبل یا پیشبینی پذیر هست یا نه. یعنی خیلی وقتا اینها از لحاظ علمی قابل تست هستش که مثلا یک متغیر خاص یا یک مثلا فرایند خاص آیا پیشبینی پذیر هستش یا نه. و حالا من اینو شاید تو اون جلساتی که مرتبط با تایم سریز و ماشین لرنینگ هست بیشتر صحبت میکنم که چند تا اپروچ وجود داره برای اینکه ما بتونیم روش بهینه رو پیدا بکنیم. یه زمان شما میایید روی داده هاتون یک سری تست هایی رو انجام میدید، بر اساس نتایج تست هاتون مدل ها رو انتخاب میکنید، مدل سلکشن بر اساس تست است. یه زمانی نه، شما تست انجام نمیدید، مدل های مختلف رو ران میکنید، بهش میگن هورس ریس، و بعد اینجا میایید مثلا بر اساس نتایج استفاده میکنید. یک سری روش ها روش های هایبرید هست، یک سری روش ها روش های مدل اوریجینگ و مثلا انسمبل متد ها هست. اینها سعی میکنه که یه آشتی ایجاد بکنه بین مکاتب فکری و مدل های مختلف و این اپروچ ها من راجبش صحبت میکنم، ولی خب تا حدی تریدر ها یا اون افرادی که پرکتیشنر هستن حالا متناسب با اون دانش و تجربه خودشون ممکنه که به یکی از این اپروچ ها نزدیکتر باشن. بسیار عالی. آقای دکتر، سوال فرمودن گفتن آقای دورهای تکمیلی را خودتان ارائه میدهید؟
والا من که شخصا خوشحال میشم که با مجموعه و شخص شما همکاری بکنم. اگر علاقه وجود داشته باشه در دوستانی که علاقمند هستن و عمری باشه، حتما براش برنامه ریزی میکنیم. بسیار خوشحال میشیم آقای دکتر و امیدواریم که این مباحث ادامه دار باشه. ما در کلینیک اقتصاد یکی از برنامه هایی که داریم این هست که برای افراد مکتب به وجود بیاریم. یکی از دوستان راجع به مکروکنومیک دیتا پرسیدن. توی بحث مکروکنومیک دیتا هم موضوعات خیلی جالبی هست و ما میتونیم حتی داده های با فریکونسی های مختلف رو با هم ترکیب بکنیم، بهش میگیم میکس فریکونسی دیتا. و مثلا شما بعضی از داده های مکرو ممکنه هفتگی بیاد، ماهیانه بیاد، یه روز خاصی از ماه بیاد و اینجا ما میتونیم از این داده های میکس فریکونسی هم استفاده بکنیم و حالا از نمیدونم اگه فرصت بشه روی این موضوعات هم بیشتر صحبت میکنیم. دوستانی هم که لطف داشتن تشکر کردم. من خودم هم تشکر میکنم از این صبری که داشتین. در مورد فرکتال پرسیدم. ببینید یک سری موضوعات مرتبط با مالی رو اگر علاقه مند باشید ممکنه من رفرنس بهتون بدم یا مثلا راجبش صحبت بکنیم. بحثایی که مرتبط با فرکتال هستش یا مثلا حتی کیاس تیوری هستش، بحثایی که یه جورایی مثلا از ریاضیات و فیزیک وارد مالی میشه، اینا مورد علاقه من شخصا هست و راجبش تحقیق کردم. سیلابسی که من در نظر گرفتم برای کلاس، خب یه چیز سعی کردم که مثلا باشه که به درد بیشتر دوستان بخوره، ولی اگر دوستانی هستن که روی یه موضوع خاص سوال دارن یا تمرکز دارن یا دارن تحقیق میکنن یا دارن مثلا چیزی رو دیولوپ میکنن، اگر برای من سوالاتشون رو تو گروه بفرستن، من سعی میکنم یا در داخل کلاس یا در حاشیه کلاس نظرم رو بگم یا منابعی که لازم هستش رو بگم. بسیار عالی. آقای دکتر سوال پرسیدن، گفتن که روی سیستم من وی اس کد نصب است. آیا به نظرتون بهتر است آناکوندا نصب کنم یا فرقی نداره؟ عرض کردم فرقی نداره، یعنی مادامی که شما بتونید یک آیدی داشته باشید یا یک در اصل انوایرمنتی برای دیولپ کردن کدها داشته باشید و باز کردن کدها، فرق خاصی نمی‌کنه. بله. آقای نیکمه پرسیدن، گفتن که در مورد ابزارهای مثل کوانت کانکت یا پایونکس، البته اینها برای من آشنا نیست. ببینید عرض کردم خیلی از اینها، اولین کاری که ما وقتی میکنیم، چون بعضی از اینها ابزارهای پرکاربردی هستن یا برای ممکنه یک روش یا بازار خاصی کاربرد داشته باشن، شانس خیلی زیادی وجود داره که یا یک ماژول اتورایز شده یا یک ماژولی که ترد پارتی دیولوب کرده براش داشته باشیم. من در سیلابس خودم اون اکسچنج هایی رو که مثلا قرار هست باشون کانکت بشیم و دیتا بگیریم اشاره کردم، ولی خب پایتون لایبری هایی که استفاده میکنیم تعدادشون خیلی متنوع هستش و اونجا دیگه لیستش رو نیاوردم در داخل سیلابس. فرکتال ها رو پرسیدن. بله خب یه کانسپت خیلی جنرال و مثلا ماتماتیکال هستش، ولی خب در بعضی از میشه گفت اون پارادایم های تکنیکال هم ازش الگو گرفته شده. و سوال آخر پرسیدن که استاد، میشه از روش پرایس اکشن به جای اندیکیتر ها که مربوط به داده های گذشته است در الگوریتم تریدینگ استفاده کرد؟ بله، کاری که ما توی دوره یاد میگیریم این هستش که فارغ از متد، اگر ما الان تریدری رو در جمعمون داریم در شرکت کننده ها که داره از یک روشی استفاده میکنه برای معاملاتش، در طی دوره حالا امید ما بر این هستش که شرکت کننده یاد بگیره که همون روشی رو هم که تا الان انجام میداده بتونه به صورت اتوماتیک در محیط پایتون و به صورت اپتیمایز شده انجام بده. به خاطر همین حالا لزوماً ما همه روش های تکنیکال یا پارادایم های مختلف رو نمیرسیم بررسی بکنیم، ولی تا جایی که زمان اجازه بده
اگر تقاضایی از سمت شرکت کننده باشه، من سعی می‌کنم لحاظ بکنم توی مثلا جلساتی که داریم یا خارج از جلسه ها، و در فرایند مثلا کلاس انشالله دوستان یاد میگیرن که اون فرایند فکری خودشون، تجربیات خودشون، اون کرایتریاها یا اون کانسترنت ها یا قید هایی که دارن در معاملات رو بتونن در این محیطی که هستش بیارن و متناسب با اون در از الگوریتمشون رو دیولپ بکنن. بسیار عالی آقای دکتر عزیز، خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. من یک نظرسنجی اینجا گذاشتم، دوستان لطفا در نظرسنجی شرکت کنید. ما خیلی در واقع با صداقت خدمت شما نتیجه نظرسنجی خودتون رو همین الان برادکست میکنیم، شما خودتون ملاحظه بفرمایید. این افتخار ما از اکادمیک اقتصاد در خدمت آقای دکتر حبیب نیا باشیم که بتوانیم این علم رو به زبان فارسی ارائه بدیم، به ایرانیان منتقل کنیم. متاسفانه علوم مالی، علوم اقتصاد، اینها واقعا درست به ایران منتقل نشده. ما همین دوره رو آقای دکتر حبیب نیا، ما قرار بود تابستون دوره مدیریتیست که دوباره پس از سالها به طور کامل و جامع ارائه بدیم، فکر کنم یه چیز حدود 70-80 ساعت بشه، ولی چون دوره شما برای ما اولویت داشت اون دوره رو به تعویق انداختیم. حالا یک مقدار که دوره شما جلو رفت، ما اون دوره در واقع مدیریتیست رو هم برگزار خواهیم کرد. سپاسگزارم آقای دکتر. سخن نهایی. منم تشکر میکنم، امیدوار هستم که این مدتی که در این دوره در خدمت دوستان هستیم برای همه دوستان تا جایی که امکان داره مفید باشه و مباحثی که علاقمند هستن و حالا با توجه به تجربه خودمون فکر میکنیم که کاربردی هست و میتونن بعداً ازش استفاده بکنن رو یاد بگیرن و انشالله دوره خیلی خوبی باشه. انشالله با امید خدا. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از جلسه اول دوره معاملات الگوریتمی. انشالله که با خوبی و خوشی ما بتونیم دوره رو در اختیار شما ارائه بدیم. سپاس از دوستان عزیز، ممنون که در نظرسنجی شرکت کردید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا نگهدار.